درود و عرض ادب و احترام به تمامی فعالان حقوق بشر و مهمانان حاضر در جلسه و همچنین همراهانی که ما رو در یوتیوب دنبال میکنند. امروز جمعه 11 فوریه مصادف با 22 بهمن ماه سال 1400 ساعت 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در خدمتتون. در ابتدا گزارش و تحلیل موارد نقض محیط زیست توسط خانم تنهایی ایراد میشه. و بعد بررسی کنوانسیون رامسر و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط سرکار خانم روزا جهانبین ایراد خواهد شد. موضوع سخنرانی توسط آقای صمد جعفری با موضوع پسماندهای پزشکی و دندون پزشکی آغاز خواهد شد. سخنران بعدی آقای احسان حیاک در مورد محیط زیست و توسعه پایدار در ایران در خدمتشون هستیم و در پایان هم با موضوع بحث آزاد. ابتدا بحث اخبار نقض محیط زیست رو مربوط به ماه بهمن براتون ایراد می‌کنم. اخبار اول، سایه شوم مافیای شن و ماسه به رودخانه سفید رود. رامین حسینزاده در جمع خبرنگاران گفت رودخانه سفید رود به عنوان یکی از شاهرگ‌های حیاتی منطقه و به عنوان بزرگترین زیستگاه ماهیان خاویاری و استخوانی در فصل زادآوری است و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست جزو مناطق حفاظت شده است. برداشت غیر مجاز و غیر اصولی از حاشیه و بستر این رودخانه باعث نابودی زیستگاه زیستمندان و آبزیان می شود. ضمن اینکه برهم خوردن ساختار طبیعی رودخانه توسط انسان باعث بروز خسارات فراوان در فصول سیلابی به مناطق مسکونی و زیستگاه حیات وحش می شود. اخبار بعدی، ضعف دولت الکترونیک باعث تشدید آلودگی هوا. اگر ارتقای خدمات دولت الکترونیک مورد توجه مسئولان قرار گیرد، تأثیر آن در کاهش آلودگی هوا به موجب کاهش تردد شهری و کاهش مصرف انرژی میتواند بسیار چشمگیر باشد. به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تصنیف، ریشه‌یابی عوامل آلودگی هوا نشان می‌دهد که مهار آن نیازمند بازنگری کلی در بسیاری از سیاست‌های کشور است. در این میان یکی از مواردی که توجه به آن می‌تواند مؤثر باشد، توجه به دولت الکترونیک است. در حالی که در سالهای اخیر همواره بر ارتقای خدمات دولت الکترونیک تاکید شده است، اما در عمل همچنان شاهد هستیم که این خدمات با ایراداتی مواجه است. با وجود اینکه نسبت به دو دهه گذشته پیشرفت‌های در خدمات غیرحضوری بانک‌ها، ادارات دولتی و غیره حاصل شده است، اما همچنان شاهد قطعی‌های مداوم سایت‌های ارائه دهنده خدمات، عدم پاسخگویی مأمورین در مراجعات تلفنی و حضوری بودن بخشی از مراحل در روند ثبت نامی ادارات، دانشگاه‌ها و غیره هستیم. که همه این موارد نیازمند توجه بیشتر مسئولین به ارتقای بسترهای استفاده از خدمات دولت الکترونیک هستش. اما سوال اینجاست که توجه به خدمات دولت الکترونیک چگونه به افزایش کیفیت هوا تاثیر می‌گذارد؟ عوامل آلودگی هوا در دو بخش منابع ثابت و متحرک در افزایش آلودگی هوا نقش دارند. عوامل متحرک شامل وسایل نقلیه موتوری مانند خودروها، موتورسیکلت‌ها و غیره هستند. و منظور از عوامل ثابت نیز صنایع آلاینده هوا از جمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات و غیره است. در کشور ما روزانه میلیون‌ها سفر از طریق وسایل نقلیه عمومی خودروها و شخصی و موتورسیکلت صورت می‌گیرد و بخش زیادی از این ترددهای روزانه به واسطه کارهای اداری انجام میشه. همچنین حدود 70% از آلودگی هوا در کلان شهرها توسط این منابع متحرک ایجاد میشه که بیشترین نقش رو در آلودگی هوا دارن. حالا اگر بستر استفاده از خدمات غیر حضوری در کشور بیش از همیشه فراهم شود و خدمات دولت الکترونیک ارتقا پیدا کند، بخش زیادی از ترددهای روزانه کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه آن آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند. همچنین دولت الکترونیک در موضوع منابع آلاینده ثابت نیز می‌تواند مؤثر باشد. روزانه تعداد بالایی از کارمندان که در صورت فراهم بودن بسترهای مناسب می‌توانند وظایف خود را از طریق
دورکاری انجام دهند، در ادارات و شرکت ها حضور می یابند و میزان بالای مصرف برق، انرژی، آب و استفاده از دستگاه های گرمایشی یا سرمایشی که در این محل ها استفاده می شود سبب فشار بیشتر بر نیروگاه ها شده و منجر به آلودگی هوا خواهد شد. خبر بعدی، سکای ولگرد که سرتیتر روزنامه های این روزها شده. 19 مصدوم حادثه حیوان گزیدگی در بیمارستان های زاهدان پذیرش شدند. حمله سکای ولگرد دختر بچه 6 ساله را در رفسنجان راهی بیمارستان کرد. زخمی شدن شدید پسر بچه نیشابوری با حمله سکای ولگرد. حمله سکای ولگرد به 73 مازندران. حمله سکای ولگرد به کودک خردسال ایلامی. زخمی شدن شدید پسر بچه 6 ساله نیشابوری با حمله سکای ولگرد. و این بار نیز سکای ولگرد تهدیدهایی برای یاسین ها. 12 دی ماه امسال بود که یاسین کودک 4 ساله بیرجندی قربانی حمله سکای ولگرد در منطقه امیرآباد شد. کودکی که می توانست امروز باشد و شادی های کودکانش در خانه بپیچد و مادری داغدار نشود. دیدن صحنه های زجرآوری که سگی درنده کودکت را می درد و تو نمی توانی برایش کاری کنی دردناک است. دردی ممتد و ابدی. در ده ماه سال جاری بیش از 1867 هزار گزیدگی در اهواز به وقوع پیوسته. دپو شدن زباله و غذا دادن منجر به افزایش سکای ولگرد می شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان محیط زیست باید تیم کنترل سگ‌ها و کمپ‌های نگهداری این حیوانات تشکیل شود. این کار به زمین و هزینه نیاز دارد و به طور طبیعی هم هر زمان که اجرای دو شیوه عقیم‌سازی و زندگیری سگ‌ها کند شده و خدمات جمع‌آوری زباله ها و پسماندها هم دچار مشکل شده با ازدیاد سگ‌ها مواجه شده ایم. دو روش عمده برای مقابله با این سگ‌ها شناسایی شد که ملاحظات محیط زیست، بهداشت و روان و آزار نرساندن به حیوانات در تعالیم دینی هم ذکر شده مورد نظر بوده. روش اول عقیم‌سازی است که به تدریج جمعیت سگ‌ها رو کاهش میده و دوم روش جمع‌آوری و زندگیریه. روش دوم اینه که در جاهایی که سگ‌ها زیاد میشوند سگ‌ها گرفته و به کمپ‌هایی برده می‌شوند که دامپزشک و متولی دارند. سگ‌ها را قربال می‌کنند و آنهایی که نژاد مرغوب‌تری هستند را به عنوان سگ‌های نگهبان یا چوپان به فروش می‌رسانند و این سگ‌ها را از شکل ولگردی و بی‌پناهی خارج می‌کنند. خبر بعدی افزایش برخی گونه‌ای از کلاغ‌ها هست که در 10 سال اخیر در تهران قابل چشم پوشی نیست. فقدان دشمن طبیعی و تأمین غذای کلاغ‌ها توسط مردم شهر موجب افزایش جمعیت کلاغ‌های پیر می شود که تبعات زیست محیطی به دنبال دارد. بر اساس صحبت‌های علیرضا هاشمی مدیرعامل انجمن پرنده‌شناسی به 6 نکته درباره افزایش تعداد کلاغ‌ها و تأثیر این افزایش جمعیت بر سیستم اکولوژیک اشاره می کند. طبق مشاهدات تعداد کلاغ‌ها نسبت به قبل افزایش یافته که فقدان دشمن طبیعی در شهر میتواند از مهمترین دلایل این وضعیت باشد. در شرایط طبیعی در پی کاهش قدرت جسمی کلاغ‌ها به علت فقدان تغذیه کافی پرندگان شکاری آنها را شکار می‌کنند، اما در شهر تهران دشمنی برای کلاغ‌ها وجود ندارد. مورد بعدی، وقتی پرندگان نتوانند در طبیعت غذای مورد نیاز خود را تأمین کنند، ضعیف می شوند و از بین می روند. ولی در تهران کلاغ‌ها وقتی پیر می شوند، حتی اگر نتوانند پرواز کنند، می توانند از زباله ها تغذیه کنند. به همین دلیل ما در پارک‌ها کلاغ‌های پیری را می بینیم که نمی توانند پرواز کنند و راه می روند، ولی کماکان زنده هستند. کلاغ‌ها به زباله ها و پسماندهای غذایی دسترسی دارند و این اتفاقی است که باعث افزایش جمعیت کلاغ‌های پیر در تهران و تمام شهرهای بزرگ می شود. وقتی تعداد کلاغ‌ها و جانوران دیگر زیاد می شود، تعادل اکولوژیک به هم می خورد و بر زندگی دیگر جانداران هم تأثیر می گذارد. در صورت افزایش تعداد کلاغ‌ها، آنها می توانند به جایگاه لانه‌گزینی سایر پرندگان تعرض کنند و یا رقیب تغذیه آنان شوند. بنابراین هر چیزی که از حد و اندازه معین خود بیشتر شود، موجب تغییر کل سیستم اکولوژیک می شود.
خب در ادامه از آقای عذر میخوام، از خانم روزا جهانبین دعوت میکنم که بحث خودشون رو در مورد بررسی کنوانسیون رامسر و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز کنم. خانم جهانبین، ما در اختیار شماست. خیلی ممنونم خانم تنهایی عزیز. من سلام عرض میکنم به همه دوستان و شنوندگان محترم. در ابتدا 2 فوریه روز جهانی تالاب‌ها رو به دوستداران محیط زیست تبریک عرض میکنم و به مناسبت همین روز من کنوانسیون رامسر رو که در خصوص تالاب‌ها صحبت کرده خدمتتون ارائه میدم. کنوانسیون تالاب‌های بین‌المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی که ما اونو با عنوان کنوانسیون رامسر هم میشناسیم، قدیمی ترین معاهده بین المللی هستش که تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان داره. پیشنهاد این کنوانسیون در 2 فوریه 1971 یعنی 13 بهمن 1349 در شهر ایرانی رامسر ارائه شد که کنوانسیون هم نامش رو به همین دلیل در واقع از همین شهر اقتباس کرده. این کنوانسیون در سال 1971 پیشنهاد و طرح اولیش آماده شد، ولی در سال 1975 یعنی 4 سال بعد اجرایی شد و تنها کنوانسیونی هستش که ریشه ایرانی داره، به این دلیل که به همت زنده یاد آقای اسکندر فیروز که اولین رئیس سازمان محیط زیست ایران هستند و ما به عنوان پدر محیط زیست ایران هم ایشون رو میشناسیم، پیشنهاد و تهیه شد. از لحاظ کنوانسیون رامسر، تالاب‌ها شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها، لجنزارها، آب‌های شیرین، تلخ و یا شور که چه به صورت طبیعی باشن، چه مصنوعی باشن، چه به صورت دائمی باشن یا موقت باشن هستش. این کنوانسیون پیمانی بین‌المللی هستش برای حفاظت از تالاب‌ها، حیوانات و گیاهان وابسته به تالاب‌ها، به خصوص پرندگان آبزی. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان 18 کشور رسید و همکنون 158 کشور عضو این کنوانسیون هستند و این کنوانسیون رو امضا کردن. به طور کلی کنوانسیون رامسر یه مقدمه و 12 ماده داره. این معاهده کشورهای عضو رو موظف میکنه که تالاب‌هایی که اهمیت خیلی زیادی توی سرزمینشون دارن رو شناسایی کنن، نقشه های اصلاحی تالاب ها رو به نحوی تنظیم و اجرا کنن که حفظ و حراست و بهره برداری صحیح از آنها در سرزمینشون آسان بشه و با اعمال مدیریت صحیح تلاش کنن که تعداد پرندگان آبزی در تالاب های مربوطه افزایش پیدا کنه و تسهیلات لازم هم برای حفاظت از تالاب ها و پرندگان آبزی در منطقه تالاب ها فراهم کنن. نگاه این کنوانسیون به این صورت هستش که تالاب ها اکوسیستم های مهمی هستند که در حفاظت از تنوع زیستی و همچنین رفاه جامعه بشری اهمیت زیادی دارند. بعضی از معیارهای کنوانسیون رامسر برای شناسایی تالاب هایی با اهمیت بین المللی رو من خدمتتون عرض می‌کنم. مورد اول این هستش که تالابی که شاخص باشه، کمیاب باشه یا توی اون منطقه جغرافیایی که قرار گرفته خصوصیات خاص و منحصر به فردی داشته باشه. مورد بعدیش این هستش که تالاب‌هایی که برای حفظ تنوع زیستی با گونه‌ها و جوامع اکولوژیکی خاصی با اهمیت هستند. مورد بعدی این که تالابی که بتونه گونه‌های آسیب‌پذیر یا در خطر انقراض رو پشتیبانی کنه. آیتم بعدی این هستش که تالابی که بتونه دائما و به صورت پیوسته حداقل 20,000 پرنده آبی رو پشتیبانی کنه. مورد بعدی این که تالابی که بتونه برای ماهیان منبع مهم غذایی، محل تخمریزی، محل پرورش نوزادان و یا مسیر مهاجرتی باشه که نسل ماهی‌ها چه در حریم تالاب‌ها و یا محل دیگه‌ای بهش وابسته باشن. این آیتمایی هستش که اگر تالابی از این آیتما رو داشته باشه، حتی یکی دو تاش هم داشته باشه کافیه،
اگر که داشته باشه اون تالاب میتونه به عنوان یه تالاب بین المللی ثبت رسمی بشه. آخرین کشورهایی که تالاب‌های بین المللی ثبت کردن ژاپن، فیلیپین، چین و کره جنوبی هستند که در سال 2021 ثبت داشتن و تالابی رو به صورت بین المللی ثبت کردن. و انگلیس، کشور انگلیس با 175 مکان بیشترین کشور هستش که تالاب بین المللی ثبت کرده. در این کنوانسیون، یعنی کنوانسیون رامسر، یک فهرست وجود داره که بر اساس اون تالاب‌هایی که شرایط وخیمی دارن و رو به نابودی هستن دسته‌بندی میشن و هدف فهرست برای این هستش که اون کشور مربوطه به حال مطلع میشه که اون تالاب وضعیت خوبی نداره و بهش اخطار میدن، تذکر میدن که حتماً یه راهکاری داشته باشه، ارائه بده که اون کنوانسیون از اون حالت وخیم خارج بشه و از این لیست خارج بشه، که به این لیست و به این فهرست فهرست مونترو میگن. بر اساس فهرست مونترو کشورهای یونان با 7 تالاب، متاسفانه کشور ما ایران با 6 تالاب و جمهوری چک با 4 تالاب بیشتری مونترو تالابا رو دارن. اما نگاهی بندازیم به وضعیت تالابا در ایران. از 27 تالاب ثبت شده در ایران، ببخشید، از 27 تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون رامسر، تالاب‌های انزلی، هامون صابری و هیرمند، هامون پوزک، تالاب کمجان، تالاب شادگان و تالاب شورگل 6 تالابی هستند که در معرض تغییرات اکولوژیکی هستند و به همین دلیل در فهرست مونترو رامسر قرار گرفتند. و متاسفانه تالاب گاوخونی هم در یک قدمی قرار گرفتن در این لیست هستش. نماینده و سازمان مرجع کنوانسیون رامسر در ایران سازمان محیط زیست هستش که مسئولیت نظارت و اجرا رو بر عهده داره. سازمان محیط زیست هم برای اینکه بتونه بهتر کارا رو پیش ببره و پیشرفتی داشته باشه، کمیته با نام کمیته ملی کنوانسیون رامسر با حضور نماینده های وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و 2 نماینده از سازمان های غیر دولتی تشکیل داده که برترین گروه های تصمیم گیرنده در این رابطه هستند. اما متاسفانه در بخش احیاسازی تالاب ها عمل کرده قابل قبولی رو تالا ارائه ندادن که دلایل مختلفی هم در این خصوص ارائه دادن، مثلا اینکه عدم دریافت حقابه تالاب‌ها توسط وزارت نیرو یکی از دلایلی هستش که اعلام کردن و این در صورتی هستش که از طرفی وزارت نیرو کاهش بارش‌ها و بارندگی‌ها در کشور رو دلیل عدم پرداخت حقابه تالاب‌ها عنوان کرده. یا مثلا سازمان محیط زیست بیان می‌کنه که قانون حفاظت از تالاب‌ها از سال 1396 در مجلس شورای اسلامی کشور به تصویب رسیده و پیگیر امور تالاب‌ها هم هستند. اما گاهی شاهد سوء استفاده برخی افراد در کشور هستیم که تصمیماتشون کاملا متضاد با اهدافی هستش که در قانون حفاظت از تالاب‌ها عنوان شده و به صورت شخصی و غیر کارشناسانه اعمال کار می‌کنن که به حال نتیجهش میشه همین وضعیتی که الان متاسفانه تالاب‌های ما دارن. اما تعدادی از تالاب‌های ایران که تاکنون در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده رو با هم مرور می‌کنیم. مورد اول تالاب هامون پوزک و صابری و هیرمند هستش که در استان سیستان و بلوچستان قرار داره که خدمتتون عرض کردم در لیست مونترو قرار گرفته. تالاب هامون که منبع درآمد صیادان و کشاورزان بود که با خشکی این تالاب بیش از 650 صیاد کار خودشون رو متاسفانه از دست دادن و ایجاد سدهایی بر روی رودخانه هیرمند که تأمین کننده آب تالاب هامون بوده توسط کشور افغانستان خشکی کامل این تالاب رو متاسفانه رقم زده. مورد بعدی تالاب شیدور هستش در هرمزگان. مورد بعدی دلتای رود شور و شیرین میناب در هرمزگان هستش. تالاب بعدی تالاب پریشان و دشت ارژن در فارس هستش.
طالب بعدی طالب شادگان هستش که گفتم در لیست مونترو قرار گرفته و به صورت کامل خشک شده بوده و به منشأ تولید گرد خاک تبدیل شده بود و در 2 سال اخیر کمی اونو احیا کردن، اما هنوز به اون میزان استاندارد آبگیری نرسیده و به همین علت از لیست خارج نشده. تالاب چوغاخور رو دارین در 4 محال بختیاری، تالاب گاوخونی و تالاب‌های پایین دست زاینده رود در اصفهان رو داریم که گفتم خدمتتون این تالاب هم در خطر قرار گرفتن در لیست مونترو هستش و وضعیت خوبی نداره. تالاب بعدی تالاب زریوار در کردستان هستش که این تالاب آخرین تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون رامسره که ثبت بین المللیش برمیگرده به سال 2016. و تالاب بعدی تالاب انزلی در گیلان هستش که باز هم متاسفانه در لیست مونترو قرار داره و جالبه بدونید که این تالاب یعنی تالاب انزلی بیش از 50 گونه ماهی و موجودات گیاهی رو در خودش جای داده، همچنین 2 گونه گیاهی لاله تالابی و نیلوفر آبی از گیاهان به نام این تالاب هستند. تالاب انزلی در شرایط پرآبی 9 متر عمق داشت، اما سازمان حفاظت از محیط زیست استان گیلان چند وقت قبل اعلام کرد که عمق این تالاب به دلیل ورود سالانه 580 هزار تن رسوبات به اون که شامل رسوبات طبیعی، خونگی و صنعتی از 10 رودخانه و 5 شهرستان استان میشه، متاسفانه عمقش به کمتر از 1 متر رسیده. همچنین تخریب جنگل ها در استان گیلان سبب نابودی پوشش درختی اطراف این تالاب یعنی تالاب انزلی شده که این مثلا باعث میشه که به هر حال رسوبات مختلفی به این تالاب وارد بشه. در حال حاضر برخی از فعالان مدنی، دوستداران محیط زیست و صیادان به شکل خودجوش در تلاش برای پاکسازی تالاب انزلی هستند، اما به گفته کارشناسان بازگشت این تالاب به وضعیت عادی قطعا نیازمند بودجه و سالها فعالیت مداوم. و تالاب و موارد مختلفی توی کنوانسیون رامسر ثبت بین‌المللی شده که من چند تا رو خدمتتون عرض کردم، حتی از دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی هم میتونیم نام ببریم. اما بر اساس آمار رسمی ایران 2800 تالاب داره که به دلیل کمبود بارش، مصرف بی‌رویه از سفره‌های آب‌های زیرزمینی، سدسازی و عدم مدیریت صحیح آب، عمده اونا در سال‌های اخیر دچار کم‌آبی و یا کلاً خشک شدن و 28 تالاب به منشأ گرد و غبار تبدیل شدن. در پایان باید عرض کنم که اکوسیستم‌های تالابی برای ادامه حیات جانداران بسیار با ارزش هستند و تالاب‌ها بیشترین بازدهی رو در جذب گازهای گلخانه‌ای که عامل چالش‌های بزرگ جهانی مثل گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی هستن رو داره. همچنین به لحاظ اقتصادی تالاب‌ها از ارزش بیشتری حتی نسبت به جنگل‌ها، مراتع و سایر اکوسیستم‌ها و حتی زمین‌های کشاورزی هستن. حتی بررسی شده که محیط‌های تالابی 18 برابر بیشتر از جنگل‌ها در اکوسیستم نقش و کارکرد دارن که این موضوع و اهمیت تالاب‌ها در بسیاری از مواقع متاسفانه فراموش میشه و مورد توجه قرار نمیگیره و متاسفانه روز به روز منابع طبیعی و ملی ایران در حال نابودی هستش. امیدوارم که تالاب‌های ایران بیشتر مورد توجه و احیاسازی قرار بگیرن و سیاست‌های کاری سازمان‌های مربوطه اصولی‌تر و کارشناسی شده تر باشه که شرمنده نسل بعدمون و فرزندانمون نشیم. اگر که سوالی دارید من در خدمتم. ممنون از توجهتون. مایک در اختیارتون خانم تنهایی. مرسی، ممنونم خانم جهانبین. دوستان اگر که نظر یا سوالی دارن میتونن که بین سخنرانی هم سوال نظر خودشونو شما بگن، خوشحال میشم اگر که بشنم. اگر هم نه که میریم سراغ سخنرانی بعدی. اگر اجازه بدید
من دستم بالا کردم. خسته نباشید. خیلی موضوع جالبی بود روز جهانی بقا تالاب‌ها. از خانم جهانی خیلی ممنون. خیلی عالی بود. و من دو نکته رو من میخوام عرض کنم دوستان. تالاب، روز جهانی تالاب در واقع به اهتمام آقای اسکندر فیروز صورت گرفت و ایشون در 14 اسفند 98 فوت کردن. یعنی در واقع ماه آینده هست و میشون از خدمات ایشون هم در برنامه میتونیم داشته باشیم، چون خیلی از خدمات دیگه هم که ایشون داشتن رو هم غیر از مسئله تالاب ها، پارک ملی ها، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده خیلی تلاش کردن ایشون. میشه از خدمات ایشون هم به این صورت یادی کرد. و یه مسئله دیگه، الان میدونید دیگه 50 سالیه که کنوانسیون رامسر در واقع به تصویب رسیده، سال 1971 به تصویب رسیده. و یه اتفاقی که افتاده، اومدن برای مراسمی که میخوان برگزار کنن، اومدن لوگوی در واقع این پیمان رو، تنها پیمانی هست که یکی از پیمانهای خیلی مهم بین المللی هست که نام ایرانی داره، رو حذف کردن. و جالبه بدونید که مسئولین ما اصلا خبر نداشتن که این لوگو حذف شده، که بخوام بگیم که چرا اعتراض نکردید. اصلا در جریان این انقدر براشون اهمیت نداره چیز به این مهمی، که اصلا در جریان این قضیه نبودن و متاسفانه اونها حذف کردن این لوگو رو. و شاید هم به خاطر اینه که واقعا پیگیری نشده، این تالاب ها رو به نابودی رفته و خودمون که تو اینجا این تالاب در کشور ما به ثبت رسیده بوده، ولی اصلا پیگیری نکردن و هیچ در واقع اهمیتی هم براشون نبود. این دو نکته رو من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. مرسی، ممنون، رها می‌کنم. خانم تنهایی میکروفونتون بسته است. عذر می‌خوام. مرسی خانم رضاوند، ممنون از صحبتاتون، استفاده کردیم. خانم جهانبین شما صحبتی دارین؟ بله، خیلی ممنونم خانم رضاوند، صحبت‌های منو تکمیل کردین و با پیشنهادتون صحبتتون کاملا موافقم. حالا من خیلی وارد جریانات آقای اسکندر فیروز و کارهایی که کردن نخواستم بشم، حالا هم به خاطر زمان هم به خاطر اینکه نمیخواستم از موضوع پرت بشم. فقط در تکمیل صحبتاتون جالبه بدونید که آقای فیروز، زنده یاد فیروز، خودشون اول شکارچی بودن و عاشق شکار کردن بودن و بعدن به هر حال متحول میشن و تحت تاثیر قرار میگیرن و حامی محیط زیست میشن و واقعا خیلی پیگیری میکنن و زحمت میکشن و یکی از کاراشون و نتایجشون همین کنوانسیون رامسر و بحث تالاب ها هستش. و یه مسئله دیگه هم اگر که دوست داشتین، تمایل داشتین که اطلاعات کامل تری در مورد وضعیت تالاب ها بدونید، حالا چه تالاب های ایران چه هر جای تالاب های بقیه کشورها، میتونید از سایت خود رامسر در واقع ویزیت کنید، مشاهده کنید، ramsar.org. و قضیه‌ای که خانم رضاوندم گفتن کاملا درسته که مربوط به سال گذشته میشه این اتفاق و به هر حال خوشبختانه دیگه این اتفاق نیفتاده و امسال من خودم چک کردم اون کلمه رامسر هستش. و موقعی که سایتش رو نگاه میکنید، باز میکنید، حتی اطلاع میده که مثلا قراره توی چه کشورهایی، توی چه شهرهایی، چه زمانهایی، چه سمینارهایی در مورد تالاب‌ها برگزار بشه که اگر تمایل داشته باشید میتونید مشاهده کنید. مرسی، مایک در اختیارتون خانم تنهایی. خیلی ممنونم خانم جهانبین. اگر کسی صحبت یا سوالی نداره میتونیم بریم سراغ سخنران بعدی، آقای صمد جعفری. آقای جعفری، مایک در اختیارتونه، بفرمایید. با سلام خدمت همه عزیزان و خسته نباشید. من صمد جعفری هستم. موضوع سخنرانی من پسماندها و زباله های پزشکی و دندون پزشکی، که البته بیشتر زباله های دندون پزشکی مد نظر هست. پسماندها و زباله ها موادی هستند که مواد اضافه هستند که معمولا قابل استفاده نیستند، یا موادی که استفاده شدن و باید دور ریخته بشن. به عنوان
زباله گفته میشه که این مواد تو بحث پزشکی و دندون پزشکی به اصطلاح دو بخش تقسیم میشن. بخش اولش که زباله های عمومی هست، چیزایی مثلا دستمال کاغذی، موادی که استفاده میشه و چیزای اضافه‌ای که دیگه قابل استفاده نیست که بهش زباله های عمومی گفته میشه، و یه زباله های هم هست به اسم زباله های عفونی که حالا ما بیشتر همین زباله های عفونی مد نظرمون هست. زباله های عفونی متاسفانه امروزه به مایه موزل زیست محیطی تبدیل شده که تو مرکز پزشکی و دندون پزشکی به خاطر داشتن عوامل خطرناکی مثل بیماری ها و سمومی که داخلشون وجود داره اهمیت زیادی دارن. 15 تا مقاله از 245 مطالعه‌ای که انجام شده در ارتباط با پسماندهای تولیدی تو مراکز دندون پزشکی مورد بررسی قرار گرفتن که نتایج نشون داده شده که آموزش دندون پزشکان و آموزش پزشکان و آموزش دستیاراشون، پرستارا، کلن کادر پزشکی میتونه در کاهش چقدر به اصطلاح تأثیر پذیره تو کاهش هزینه ها، به شکلی که انجام این فعالیت ها مربوط به کاهش جداسازی و بازیافت پسموند ها تو مطب‌ها و کلینیک ها باعث میشه که این دستور العمل های بهداشتی چقدر تأثیر پذیره. در این ارتباط پیشنهاد میشه که با تفکیک بخش قابل بازیافت زباله های دندون پزشکی از پزشکی و دندون پزشکی میتونه حجم زیادی از پسماندها رو کم بکنه و این مقدار بخش قابل توجهی از هزینه های جمع آوری و حمل و نقل و دفع و بی‌خطرسازیشون کم بکنه. امروز زباله هایی که تولید میشن تو کلینیک ها و مطب ها، خصوصا کلینیک ها و مطب های دندون پزشکی، به یه موزل خیلی بزرگی تبدیل شده برای سلامت و عمومی. تو برخی از کشورها این قضیه تقریبا تبدیل شده به یه فاجعه زیست محیطی، از جمله تو کشور ما. تاسفانه باید آموزش های داده بشه که این آموزش ها هم به پزشکا، هم به پرستارا، هم به کلن کادر درمان، دستیاراشون و اینا میتونه خیلی به اصطلاح مؤثر باشه که متاسفانه تو کشور ما اصلا هیچ توجهی بهش نمیشه. دندون پزشکا و پزشکا به عنوان افرادی که تو تولید زباله های خطرناک سهم بسزایی دارن، معمولا مسئولیت دارن و وظیفه سنگینی دارن تو این قضیه که باعث بشه که حالا خودشون یا به صورت خودجوش یا به هر حال خواستن از دانشگاه ها و مجبور کردن دانشگاه ها و مراکز درمانی که براشون دوره هایی بذارن که بتونن به اصطلاح این زباله ها رو به شکل صحیح مدیریت بکنن و از بینش ببرن که باعث مشکل زیست محیطی نشه. مدیریت و مراقبت صحیح و دفع زباله های عفونی تو مطب ها و کلینیک های دندون پزشکی لازمش اینه که به هر حال این کادر پزشک و دندون پزشک و کادر درمان یه سری اطلاعات داشته باشن و این اطلاعات هم معمولا باید با گذراندن یه سری دوره‌های
آموزش داده بشه که متاسفانه تو کشور ما انجام نمیشه. اکثر دندونپزشکا خصوصا متخصصین دندونپزشکی در برخی جوامع به طور فزاینده در مورد تاثیر بالقوه زباله های دندونپزشکی تو محیط زیست نگرانن و اغلب سعی میکنن که اقدامات داوطلبانه هم برای کاهش و تولید و انتشار به اصطلاح زباله های مخرب زیست محیطی رو انجام بدن، ولی متاسفانه مراکزی که اینا رو یا به هر حال مجبور بکنه به این کار یا اینکه ازشون بخواد که این کارو بکنن نیست. حالا معاونت درمان هست که معمولا مسئولیت این قضیه رو به عهده داره که خیلی فعال نیستن تو این زمینه. خود به اصطلاح کادر پزشکی بعضی هاشون سعی میکنن که به اصطلاح به صورت خودجوش این کارا رو انجام بدن، به خاطر اینکه بعضی از این دندون پزشکان خودشون به خاطر اینکه متولی بهداشت دهان دندانن، علاوه بر اینکه دنبال ارتقاء سلامت دهان دندان هستند، سعی میکنن که محیط زیستشون هم از اون خطراتی که هست مسئول نگه دارن. به خاطر اینکه زباله های عفونی که تو مطب ها و کلینیک ها تولید میشه معمولا زباله هایی هستن که یه سری بیماری های عفونی و واگیرداری مثل ایدز و هپاتیت و این اصلا بیماری ها هست که معمولا بیماری های خیلی خطرناکی هم هستن و اگر افرادی گرفتار به اصلا همچین بیماری هایی بشن، خب هزینه های خیلی زیادی اجبارا باید بکنن و خیلی به اصلا درد سرای بزرگی هم برای خودشون هم برای خانواده هاشون معمولا ایجاد میشه که متاسفانه تو کشور ما خیلی اهمیتی به این چیزا داده نمیشه. در عصر افزایش نگرانی های زیست محیطی و قوانین حفاظت از محیط زیست، گروهی حالا هستن که به صورت خودجوش سعی میکنن که به صورت اقدامات پیشگیرانه زمینه حفظ سلامت محیط زیست کار بکنن و معمولا هم به هر حال موفق بودن تو این زمینه. متاسفانه تعداد زیادی از دندونپزشکا و پزشکا و کادر به اصطلاح درمانی یا به هر حال خیلی خودشون راغب نیستن به اینکه آموزش ببینن و از طرفی آموزش صحیح هم داده نمیشن و هیچ برنامه هم برای دادن به اصطلاح اطلاعات به این عزیزان معمولا وجود نداره. به خاطر همین خیلی کم هست که استفاده بکنن از این به حساب آموزش هایی که داده میشه. به خاطر همین قضیه زباله های عفونی تفکیک نمیشن و چون تفکیک نمیشن همراه اون زباله های عمومی دفن میشن و این باعث هم خطر زیست محیطی هست هم به خطر افتادن سلامت عموم مردم هست. زباله های دندونپزشکی تو به بعضی از کشورها تحت مقررات تنظیم شده معمولا دفن میشن و اونا به هر حال یاد گرفتن که چجوری از این زباله ها رو دفن بکنن که مشکل برای هم محیط خودشون و هم به اصطلاح محیط عمومی ایجاد نکنه. خطری که به اصطلاح اینا دارن معمولا به خاطر اینکه آگاهی کمتری هست نسبت به ترکیبات این ضایعات دندون پزشکی و پزشکی و پسموندها،
نیازمند این هست که به هر حال یه مدیریت صحیحی از وزارتخونه ها معمولا وزارتخونه انجام بشه که باعث بشه به هر حال روز به روز دندونپزشکا و پزشکا بتونن از این قضیه استفاده بکنن و زباله هاشون رو به شکل صحیح دفن بکنن که باعث مشکل نشه. مدیریت زباله ها بسیار کار سخت و پیچیده ایه که به خاطر نبود امکانات تو کشور خودمون امکانات مناسبی به اصطلاح وجود نداره تو برای سیستم دفعشون و معمولا هم محیط مناسب براشون پیدا نمیشه و اینه که باعث میشه که به هر حال مشکلات زیادی ایجاد بکنن. به همین خاطر پیاده سازی یه سیستم مدونی برای مدیریت زباله های دندونپزشکی با بکارگیری قوانین و دادن آموزش های لازم به دندونپزشکان و دستیاران و پرستاران دندونپزشکی و پزشکی شاغل تو مطب ها و کلینیک ها الزامیه. بنابر آمار غیر رسمی بیمارستان‌ها و مطب‌ها و کلینیک‌هایی که از بزرگترین منابع تولید پسماندهای بیمارستانی به حساب میان که روزانه بیش از 400 تن به اصطلاح پسماند زباله تولید می‌کنن که به استناد قانون یا ماده 11 قانون مدیریت پسماند تمامی مراکز تولید کننده پسماندها معمولا باید زباله هاشون رو جدا سازی بکنن و سعی بکنن که به بی خطر سازی انجام بدن و بعد از اون به اصلاح دفعش بکنن که کلن واژه خطرناک برای زباله های پزشکی و دندون پزشکی بکار بردن، یعنی اینکه اینقدر خطرناک هست و باید حتما تحت یه شرایط خاصی دفن بشن. زباله های عفونی معمولا سرسوزن ها هست، تیغای جراحی هست، زائدات پانسمان ها و زائدات دارویی که باید تو به حساب جعبه های خاصی که معمول تهیه بکنن و اینا رو به استاد دفعشون بکنن که متاسفانه این کار انجام نمیشه. تا حالا سه روش برای دفن زباله ها معمولا وجود داشته که یکیش سوزاندن به استاد زباله ها بوده و دفع به اصطلاح عمومیشون بوده و آخری هم اتوکلاف کردن به زباله های عفونیه. بهترین روشش همین روش به اصطلاح اتوکلاف کردن. اتوکلاف یه وسیله هست که الان تو مطب‌های دندون پزشکی معمولا ازش استفاده میشه و حالا تو مطب‌ها به اصطلاح هست، ولی تو بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معمولا به شکل به اصطلاح بزرگترش هست. مواد و وسایل و لوازمی که میخوان به اصطلاح ازش استفاده بکنن معمولا اینا رو تو پک‌های خاصی چیز میکنن و تحت یه شرایط خاصی تو اون اتوکلاوا قرار میدن که باعث استریل شدنشون میشه و این استریل شدنشون باعث جلوگیری از یه سری به اصطلاح بیماری ها و عفونت ها میشه که معمولا قاعده کارم اینه که این حساب بعد از جداسازی زباله های عمومی از زباله های عفونی معمولا تحت یه شرایط خاصی این اصطلاح زباله های عفونی باید جمع آوری بشن و با دستگاه و به اصطلاح خودروهای خاصی هم باید حمل بشن
و تو مراکزی که به اصطلاح مراکز خیلی بزرگی هستن، این اتوکلاوای خیلی به اصطلاح بزرگ دارن و اینا، این مواد و چیزای به اصطلاح عفونی بی خطر سازی بشن در واقع، و بعد از این که بی خطر سازی شدن اینا دفن کردنشون دیگه مثل مواد به اصطلاح عمومی و زباله های عمومی میشه به اصطلاح دفنشون کرد. متاسفانه یکی از به اصطلاح جاهایی که مسئول این قضایا بودن قبلا که باید این کار انجام میدادن، اداره بازیافت شهرداری ها بوده، که اداره بازیافت شهری ها ماهیانه شهرداری ها ماهیانه یه پولی از پزشکا و دندونپزشکا دریافت میکردن و وظیفه‌شون هم این بوده که این به اصطلاح زباله‌های عفونی رو توی پک‌های به اصطلاح خاصی جمع‌آوری بکنن و به وسیله همون به اصطلاح خودروهای مخصوص حمل بکنن و به اون به اصطلاح مراکز بی‌خطرساز ببرن و بعد از اون بی‌خطرساز ببرن دفنشون کنن، که متأسفانه این کار انجام نمیدادن، علی‌رغم اینکه ماهیانه از به اصطلاح پزشکا و دندونپزشکا هزینه این هم میگرفتن، ولی این کار انجام نمیدادن. زباله ها و پسماندهای عفونی به عنوان یه بمب میکروبی به اصطلاح بمب میکروبی متحرک نام برده میشه، که اگر که به صورت صحیح به اصطلاح دفن نشن باعث فاجعه های زیست محیطی میشه. ما خودمون به عنوان یه گروهی تو سال به اصطلاح 94 به صورت یه گروه خودجوشی خودمون تو خرم‌آباد این کار رو سعی کردیم به اصطلاح انجام بدیم. اونم این بود که متاسفانه مقاومت‌های زیادی انجام شد، ولی باز با این وجود تقریبا 6 ماه طول کشید تا ما تونستیم این قضیه رو جا بندازیم، هم بین به اصطلاح پزشکا و دندونپزشکا و همکارامون و از طرف مقاومت هم از طرف شهرداری میشد، چون بالاخره شهرداری هم میخواست که یه هزینه بگیره و در واقع هزینه میگرفتن و کاری هم انجام نمیدادن. ما اجباراً مجبور شدیم که شکایت بکنیم و اون شکایت بعد از 6 ماه تقریبا به نتیجه رسید، چون قبلش که این بحث دفن زباله ها رو ما پولش هم که پرداخت میکردیم، افرادی رو به صورت مخفیانه به اصطلاح فرستادیم که ببینیم که اصلا زباله ها به چه شکل دفن میشن و آیا به روش صحیح دفن میشن یا نه. این بود که حتی گروهی رو فرستادیم که به صورت مخفیانه از اینا فیلم گرفتن و اینا می‌بردن تو به اصطلاح حاشیه رودخانه ها و تو به اصطلاح زمین های کشاورزی و جاهای مختلف، مثل این زباله های به اصطلاح عمومی رهاشون می‌کردن و این متاسفانه باعث به اصطلاح بیماری های واگیردار می شد که مشکلات زیادی ایجاد می کرد، و ما تقریبا تونستیم این کار رو به استاد جاش بندازیم و تو خرم‌آباد از سال 94 این کار انجام شد. من نیمه دوم سال 96 که به اصطلاح منتقل شدم اومدم شیراز، متاسفانه هرچی که پیگیری کردم که این قضیه رو اگه بتونم تو شیرازم جا بندازم و اینا نتونستم، به خاطر اینکه مثل همه جاهای دیگه تو دانشگاه هم یه سری لابیایی هست و مقاومت‌های انجام میشه، و اینکه متاسفانه نتونستم موفق بشم این کار انجام بدم. اینکه زباله ها مثلا ما تو شهر خرم‌آباد، حالا طبق مثلا چیزی که به صورت غیر رسمی هم چیز شد، بودن روزانه 4 تن زباله تولید می شد که از این 4 تن تقریبا بیش از 1 تن و 100 کیلوش زباله های
عفونی بودن که وظیفه شهرداری و سازمان بازیافت بود که این به اصطلاح اینا رو جمع‌آوری بکنن و بی‌خطر سازی بکنن و از بینشون ببرن که متاسفانه این کار رو انجام نمیدادن. سالیان سال هم قرار بود که دانشگاه‌های به اصطلاح علوم پزشکی دستگاه‌های به اصطلاح امهای زباله‌ها و پسمانده‌ها رو خریداری بکنن و بیارن تو به اصطلاح مراکز چیز به صورت عمومی بشه ازش استفاده کرد و اینا، که متاسفانه این کار هم انجام نمیدادن. من ممنونم از اینکه حوصله به خرج دادین. ببخشید من چون بار اول من بود سخنرانی میکردم، شاید یه مقدار به هر حال نتونستم اونجوری که باید شاید مطالب خوب ارائه بدم، ازتون عذرخواهی میکنم و من مایک راه میکنم. ممنونم. خیلی ممنون آقای جعفری، خیلی استفاده کردیم، خیلی هم عالی بود، سپاسگزارم ازتون. خانم جهانبین ظاهرا صحبتی دارم، بفرمایید خانم جهانبین، مایک در اختیار شما. خانم جهانبین صحبتی اگه دارین بفرمایید. ظاهرا صدایشون وصل نیستش. صدای من اومد توی اتاق؟ بفهمید. خیلی ممنونم. من اول از آقای جعفری تشکر میکنم بابت موضوع خوبی که ارائه دادن، اما چند تا مسئله برای من حالا یادآوری شد. یکی همین بحث بیماری اخیر و ویروس کرونا هستش که دقیقا یه موضوع و یه مشکلی که توی ایران بود همین دفع پسماندهای بیمارای کرونایی بود که حتی فیلم هایی اومد که ما دیدیم نزدیک محل سکونت مردم و جایی که زندگی می کردن، حالا اشخاصی که فوت شده بودن مثلا خاک می شدن یا حتی اون پسماندهای پزشکی دفع می شد که فیلم هاش منتشر شد و خب این یه مسئله بود که خطرناک هستش. و یه مسئله دیگه این که خب همونطور که آقای جعفری هم گفتن این زباله ها باید حتما گندزدایی بشن، یعنی اول اون ویروس ها اون میکروب ها برطرف بشه، حذف بشه و بعد اون حالا زباله قاطی زباله های عادی میتونه دفع بشه. و خب قبلا این زباله ها رو میسوزوندن که برای محیط زیست مناسب نبوده، خوب نبوده، ولی الان دو تا ایده و دو تا راهکار رو من در موردش شنیدم، البته نمیدونم توی ایران انجام میشه یا نه. یکی در مورد ماکروویو کردن زباله ها هستش، زباله های پزشکی، اینکه از امواج مغناطیسی استفاده میکنن. و یکی هم یه مایعی هستش که مایع فوق بحرانی دی اکسید کربن بهش میگن که حالت حلال داره، یعنی اون ویروس اون میکروب رو در خودش حل میکنه و تمیزسازی میکنه. حالا من نمیدونم این در واقع دوتا آیتم و این دو راهکار رو ما داریم توی ایران یا نه، اگر که اطلاع دارید ممنون میشم بگین. اما یه موضوع دیگه که به عنوان مسئله آخر میخواستم بگم، بحث خود کارکنان و نیروهای خدماتی هستش که با این زباله ها حالا توی بیمارستان ها به خصوص سر و کار دارن، اینکه امکانات ندارن. یعنی خب اینا به هر حال یه سری آیتما، یه سری آپشن‌ها رو باید داشته باشن، مثلا فرض کنید پروانه بهداشتی داشته باشن، حتما واکسن هپاتیت زده باشن و هر روز مثلا زباله‌ها رو که دفع می‌کنن حموم برن استحمام کنن، اما سوای این باید دستکش داشته باشن، ماسک مخصوص، چکمه مخصوص، تمام این در واقع خدمات رو باید داشته باشن، اما باز هم ما می‌بینیم که متأسفانه ندارن، یعنی این امکانات رو ندارن. و باز هم حتی جز مواردی هستش که ما فیلم هاش رو میبینیم، باز هم به خصوص در مورد همین ویروس کرونا دیدیم که متاسفانه کادر پزشکی ما خب اون امکانات لازم رو نداشتن. و این مسئله رو من میخواستم به صحبت های آقای جعفری اضافه کنم و باز هم ممنونم بابت سخنرانی خیلی خوبی که داشتید. مایک در اختیارت میخوام. تنهایی خیلی ممنونیم خانم جهانبین، استفاده کردیم از صحبتتون.
اگر که دوستان صحبتی دارن ما گوش میکنیم. آقای جعفری اگر که صحبتی دارین در مورد این موضوع در خدمتتون هستیم، اگر نه بریم قسمت بعدی سخنرانی. بفرمایید آقای جعفری. ببخشید، حالا من تا 6 ماه قبل که به اصطلاح خودم اومدم و به هر حال مطالعاتی هم که تو این زمینه داشتم، اون بحث مایکروویو و اینا به هر حال مفید هست، ولی هیچ کدوم از راهکارا مثل همین به اصطلاح بی خطرسازی از طریق اتوکلاو و اینا نبود، به خاطر اینکه این اتوکلاو کردن کلن باعث، یعنی یه چیزی هست که تو خود مطب‌ها و تو خود به اصطلاح بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داره این کار روزانه داره انجام میشه و فقط به خاطر این که یه مقدار به اصطلاح هزینه ها بالا هست حالا و از طرفی خود به اصطلاح مسئولین خیلی احساس مسئولیت نمی کنن. یعنی بحث مهمش بیشتر اینه که متاسفانه احساس مسئولیت نمی کنن و مسئله خیلی براشون مثلا پیش پا افتاده است، خیلی به اصطلاح براشون جا نیفتاده که این واقعا میتونه یه فاجعه باشه و بهترین به اصطلاح راهکاری که تا حالا وجود داشته این همین بحث بی خطرسازیشون از طریق اتوکلاوهای بزرگ هست که حالا ما خودمون تو خرم‌آباد تونستیم از سال 94 این قضیه رو با قرارداد به اصطلاح شرکت خصوصی ایجاد کردیم. وسیله ماشینی که به اصطلاح بود اصلا ماشینه با فرق داشت، بعد کلن وقتی که جدا هم می کردیم، یعنی خودمون امتحان کردیم، وقتی که جدا می کردیم می دیدیم که مثلا شاید در طول روز و هر مثلا مطبی شاید 1 کیلو به اصطلاح زباله عفونی داشت و یه پلاستیک های مخصوص به اصطلاح زخیمی داشتیم، پلاستیک زرد، لیبل های خاصی داشتن و هر به اصطلاح پزشک خودش یه کد داشت، یه لیبل داشت، این کدها و این لیبل ها زده می شد، بعد مسیر به اصطلاح ماشین هم که تعیین شده بود یه مسیر کاملا مشخص که فرض مثلا مطب دکتر احمدی مثلا ساعت 8 و 10 دقیقه باید زبالش به اصطلاح دم در گذاشته بشه، که اینا رو همه رو جمع آوری می کردیم و بعد می بردیم توی مرکزی بود مال تامین اجتماعی بود، حالا با اون قرارداد بسته بودیم دیگه، خودمون به صورت به اصطلاح ماهیانه پولشو میدادیم و پول اون راننده و پول اون کسی که به اصطلاح اینا رو جمع آوری میکرد و اینا رو به اصطلاح کارا رو انجام میدادیم. اونجا تقریبا جا افتاده بود این قضیه و خیلی مؤثرم بود. متاسفانه من همین قضیه رو میخواستم تو شیراز به اصطلاح پیگیری بکنم و اینا که هر کاری کردم نتونستم به خاطر همون لابیایی که هست. مهمترین موضوع بحث به اصطلاح احساس مسئولیت کردنه که متاسفانه تو مسئولین ما حتی تو بین خیلی از پزشکامون هم نیست. ممنونم از این که ما که در اختیار من قرار دارم. خیلی ممنون آقای جعفری. اگر دوستان سوالی صحبتی ندارن دعوت میکنم از آقای احسان حیات سخنران بعدیمون در موضوع در مورد محیط زیست و توسعه پایدار در ایران. آقای حیاک اگر که صدای بنده دارین مایک در اختیار شماست، بفرمایید. جناب حیاک لطف می‌کنید دستتون رو بالا ببرین. من مایک رو براتون باز کنم. آقای حیاک صدای من داریم؟ چون در جلسه حضور دارن ولی من فکر میکنم که شرایط مناسبی ندارم، یه حالا قطعی اینترنت ممکن داشته باشم. آقای جعفری دستشون رو بالا گرفتین، صحبتی اگر دارین مایک دستشون شماست. خواهش میکنم. فکر کنم آقای حیاک گفتن یه مقدار دیر میان تو جلسه، حالا منشی جلسه میتونن
چیز بکنم. به نظر من کم دیر بیان، چون اول جلسه اعلام کردن که آقای حیاک گفتن که دیر میان تو جلسه. قرار بود که دیرتر موضوع پیدا کنن، ولی الان در جلسه چیزی که میبینیم ظاهرا حاضرن. اما آقای حیاک صدای منو داریم؟ خب دوستان باستفانی شاید ارتباطمون برقرار نیست باشون. صدای من نیست؟ چرا چرا ما صدای شما رو داریم. سلام. سلام بفرم. نوبت من شد درسته؟ در خدمتتون هستیم. آقای حیاک اگر آمادگی دارین ما سخنرانی شما رو میشنویم. بله فقط یه لحظه من برم طبقه بالا ببخشید. سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی در کارگروه محیط زیست و سایر دوستانی که از کمیته های دیگه تشریف آوردن. ممنون. ما هم سلام میدیم بهتون. بخش صدام بود من متوجه بشنویم. بله ما صدای شما رو بفهمیم. جناب حیاک بفرمایید. خب صدای ما رو داریم. من فکر کنم که مشکلی هستش دیگه، احتمالا ارتباطشون قطع میشه با ما. صدای من هست؟ بله صدای شما هست. بله. قبل از شروع سخنرانی من این نکته را عرض کنم که موضوع سخنرانی من در کل اقتصاد محیط زیستی و توسعه پایدار مبتنی بر بازار هستش و این نکته را هم یادآوری کنم که ساختار اقتصاد ایران آقای حیاک مارکتون بسته است، میشه لطفا مارکتون رو باز کنید و صحبت کنید؟ ما صدای شما که ساختار اقتصاد ایران ساختار اقتصاد در ایران هیچ یک از فوندها و عنصرهایی که روح اقتصاد محیط زیستی باشه رو نداره که بخواهیم شناسایی کنیم و سازوکارش رو توضیح بدیم و یا نواقصش رو تشریح کنیم تا بدین گونه نقد ما زمینه عملکرد بهتر در زمینه محیط زیست رو فراهم کنه. در ایران اقتصاد محیط زیستی هنوز در مرحله مفهومی خودش در پلتفرم‌های دانش سرگردان هستش و ساختار موجود و دستگاه بوروکراتیک کشور هنوز اختصاصی جایی برای این مفهوم باز نکرده است. این مسئله رو هم مد نظر قرار بگیریم که اقتصاد محیط زیستی خود به تنهایی یک رشته تحصیلی در دانشگاه هست و در عرض 20 الی 30 دقیقه سخنرانی نمیتوان به طور جامع و کامل به تمامی مفهوم‌های کلیدی این مسئله پرداخت و تمامی جنبه‌های اون رو در نظر گرفت. مقدمه. تا چند دهه پیش محیط زیست از نگاه اکثر مردم جهان موضوعی فرعی، تزئینی و نامربوط با توسعه، اقتصاد و بالاخص کسب و کار بود. اما اکنون این وضع دگرگون شده است. نگاهی به رشد سهم اقتصادی محیط زیست در تولید ناخالص ملی کشورها و پررنگ شدن ملاحظات زیست محیطی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی، توسعه‌ای در ابعاد جهان، منطقه‌ای، ملی و حتی محلی به خوبی بیانگر این مدعی است.
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم های طبیعی بر مبنای اقتصاد، اکولوژی و محیط زیست نشان می دهد که در سال 2010 این خدمات در جهان دارای ارزش معادل 72,000 میلیارد دلار بوده که تقریبا دو برابر کل تولید ناخالص ملی جهان است. ملاحظه این عدد این سوال را مطرح می کند که در ملاحظات اقتصادی چقدر به ارزش تولید شده توسط اکوسیستم و لزوم بستر‌سازی برای تداوم این ارزش واقعی اقتصادی توجه دارد. برخی فعالیت‌های انسانی منجر به نابودی مواهب طبیعی، ناپایداری اکوسیستم‌ها و اختلال در طول قرن بیستم شده و در همین مدت مصرف آب 9 برابر شده، مصرف انرژی 15 برابر و تولید دی اکسید کربن 17 برابر. دیگر این فقط لستر براون نیست که معتقد است سالهاست که مصرف ما آستانه تحمل کره زمین را در نوردیده است، بلکه همگیری این باور به آستانه اجماع نزدیک می شود. طغیان خشکسالی، طوفان، سونامی، سیل و فروپاشی منابع آب و خاک در سرتاسر دنیا راه را بر انکار واقعیت می‌بندد. اکوسیستم‌های طبیعی، تراهم آورنده کالا و خدمات بیشمار و گرانبهایی از جمله تنظیم اقلیم، چرخه‌های بیوژئوشیمیایی، تنظیم گازهای اتمسفری و جذب کربن، تولید و حفظ خاک و آب، کنترل سیل و مواهب طبیعی است. اما نظام اقتصادی موجود در ارتباط با حفظ این تولیدات دچار مشکلات ساختاری است که رفع آنها مستلزم توجه به رویکرد نوینی است، زیرا که نظام اقتصادی موجود مسیری را طی می کند که از نظر زیست محیطی ناپایدار و از لحاظ اجتماعی ناعادلانه است. برای رسیدن به توسعه پایدار باید افراد در مصرف سوخت‌های فسیلی و دوریزی مواد را کنار گذاشته و مدل توسعه نوین خود را بر مبنای افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر، بازیافت و تنوع سیستم حمل و نقل و فاصله گرفتن بیشتر از خود رو پایه‌ریزی کنیم، که الان این همان چیزی است که اقتصاد سبز نامیده می شود. راه اجتناب از مسائل و بحران زیست محیطی نفی توسعه اقتصادی نیست. سلامت محیط زیست می تواند از طریق توسعه پایدار تضمین شود. این یک چالش جدی برای همه کشورهای جهان است که چگونه میتوان هم روند رشد و توسعه اقتصادی و هم سلامت محیط زیست را در کنار هم تضمین کرد. تلاش برای ایجاد تعادل بین نیازهای توسعه‌ای و حفاظتی ساده‌ترین راه برای ایجاد موفقیت در رویکرد اقتصادی سبز است. امروزه لزوم ایجاد انگیزه های اقتصادی برای حفظ محیط کیفیت محیط زیست در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در سیاست گذاری ها به ابزاری کارآمد تبدیل شده است. این باور که باید با بازاری کردن خدمات زیست محیطی و شفاف سازی فراوانی تقاضا و محدودیت عرضه آنها به نجات طبیعت شتافت، ارمغان رشته علمی ترکیبی جوانی به نام اقتصاد محیط زیست است. اقتصاد محیط زیست چیست؟ اقتصاد محیط زیست شاخه‌ای از علم اقتصاد است که ارزش‌های مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محیط زیست را با هم در نظر می‌گیرد و گزینه‌های جدید را بر پایه این ارزش‌های اقتصادی و اثرات زیست محیطی آنها با در نظر گرفتن همه هزینه‌های فایده‌های مربوط به آنهاست. اصول نظری اقتصاد محیط زیست از این جهت طراحی شده است که ارزش پول زیستی را محاسبه نماید، کاری که مدل‌های رایج اقتصادی از انجام آن ناتوان هستند. لذا به طور کلی اقتصاد محیط زیستی رابطه بین آثار اقتصادی بر محیط زیست و آثار محیط زیست بر اقتصاد را بررسی می‌کند. اقتصاد و محیط زیست از طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند. منابع تجدیدپذیر و پاینپذیر در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر اغلب پسماندهای محصول دولت که به وسیله فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند در حال حرکت از اقتصاد به محیط زیست هستند. هنگامی که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز می‌کند،
ظرفیت منابع طبیعی و زیست محیط کاهش می‌یابد. جریان سریع منابع پایان‌پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که ذخیره منابع پایان‌پذیر ممکن است سریع‌تر تمام شود. هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیست به سوی چرخه اقتصادی از نرخ تجدید و احیای این منابع تجاوز کند. این نکته رو دوباره میگم. هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیست به سوی چرخه اقتصادی از نرخ تجدید و احیای این منابع تجاوز کند، باعث کم شدن بهره‌وری منابع می شود و احتمال انقراض آن افزایش می یابد. انتشار پسماندهای اضافه بر ظرفیت محیط زیست احتمال فرسایش منابع طبیعی را افزایش می دهد. کاهش و فرسایش سریع منابع پایان‌پذیر باعث افزایش یافتن بهره برداری منابع تجدیدپذیر خواهد شد و همچنین افزایش انتشار پسماندهای اضافه بر ظرفیت محیط زیست عموما نشان دهنده این است که اقتصاد به سوی وابستگی بیشتر به سوی محیط زیست در حرکت است. از آنجا که مقیاس‌های سختی اندازه‌گیری کارایی اقتصادی تغییرات در اندازه صنایع طبیعی و زیست محیطی را مورد محاسبه قرار نمی‌دهند، این مقیاس‌های طبیعی جهت اندازه‌گیری پایداری بلند مدت اقتصادی می‌باشند. حسابداری منابع طبیعی و محیط زیست ناکارایی مقیاس‌های سنتی در اندازه‌گیری کارایی اقتصادی را به وسیله محاسبه تغییرات ذخایر منابع طبیعی اصلاح می کند. در حال حاضر این مسئله به عنوان یک اصل پذیرفته شده در جهان می باشد که منابع محیط زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است، منطق اقتصادی حکم می کند که حداقل می بایستی سهمی متناسب با منابع محیط زیستی در تولید داشته باشیم و در استفاده از آنها باید عقلانیت اقتصادی رعایت گردد. امروز بهره‌گیری از دانش اقتصادی محیط زیست و استفاده مؤثر از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بازار و سایر محرک‌های تشویقی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بسیاری از کشورهای جهان به یک مسئله اساسی تبدیل شده است و باعث پیدایش رشته جدیدی تحت عنوان اقتصاد محیط زیست شده است. لذا با توجه به موارد مطروح فوق میتوان گفت که اقتصاد محیط زیست یک رویکرد مبتنی بر بازار برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است که از طریق روش‌های جدید گرفتن مالیات و مشوق‌های مالیاتی و سایر مکانیزم‌های مبتنی بر بازار است و رشد بلند مدت اقتصادی را همراه با برقراری تعادل زیست محیطی و عدالت اجتماعی ایجاد می‌نماید. ارتباط بخش‌های اقتصادی و محیط زیست. توسعه اقتصادی به عنوان یکی از رکن‌های اصلی در مجموعه سیاست‌های هر کشوری مطرح می‌باشد. از محورهای اساسی توسعه پایدار در هر کشوری چگونگی تعامل بخش‌های اقتصادی و محیط زیست است. به منظور به حرکت درآمدن نظام اقتصادی، یعنی تأمین کالاها و خدمات و ثروت برای انسان، باید منابع اولیه یعنی مواد خام و سوخت را از طبیعت استخراج و فراوری کرد و پسماندها را به محیط بازگرداند. این موضوع به خوبی ارتباط تنگاتنگ بین نظام اقتصادی و محیط زیست را نمایان می‌سازد. فعالیت‌های عمرانی به طریق مختلف بر محیط زیست تأثیر گذارند. چون ظرفیت محیط زیست محدود است، بنابراین فعالیت اقتصادی که محیط زیست را آلوده می‌کند نمی‌توان بدون هیچ محدودیتی ادامه یابد. یکی از مهمترین عوامل تولیدی در بخش‌های اقتصادی انرژی است که از مرحله تولید تا مصرف نهایی مسبب بسیاری از مخاطرات و تبعات زیست محیطی است. در این حال این بخش زیربنای کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می‌آید. اکتشاف، استخراج، تولید، بهره‌برداری، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف عامل‌های انرژی فسیلی موجب ایجاد آلودگی هوا، آب و خاک شده است. از مهمترین آلاینده‌های زیست محیطی که در اثر انتشارات و نشت گازهای آلاینده ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی به وجود می‌آیند، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای مونوکسید، نیتروژن، ذرات معلق هوا، کربن، هیدروکربن‌ها و گازهای گلخانه‌ای هستند که در اثر فعالیت‌های بخش انرژی و مصارف آن به وجود می‌آیند.
گازهای گلخانه‌ای مانند دی اکسید کربن سبب بروز پدیده تغییرات آب و هوا و گرمایش جهانی شده و از بعد جهانی حائز اهمیت است، در صورتی که گازهای آلاینده‌ای مانند SOx و CONOx یا همان نیتروژن سبب بروز بارش باران‌های اسیدی شده و عمدتاً از جنبه‌های منطقه‌ای و ملی مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین بایستی بین بخش‌های اقتصادی و محیط زیست تعادل صورت گیرد. یکی از مدل‌هایی که به بررسی ارتباط بخش‌های اقتصادی و محیط زیست می‌پردازد، مدل تعادل مواد که انگلیسی اون material balance می‌باشد، می‌توان به این مدل اشاره کرد. این مدل برگرفته شده از جریان چرخشی درآمدی در اقتصاد کلان می‌باشد و نظام اقتصادی را به صورت سیستم باز در نظر می‌گیرد که مواد و انرژی را از طبیعت استخراج کرده و کالا و خدمات ایجاد می‌کند. در چرخه تولید کالا و خدمات یک سری ضایعات و پسماندهای تولیدی و مصرفی ایجاد می‌شود که به محیط زیست برگشت داده می‌شود و این ضایعات به صورت آلاینده‌های زیست محیطی هستند که در سطور فوق ذکر شده. ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست، فعالیت‌های اقتصادی که محیط زیست را آلوده می‌کنند نمی‌توانند بدون هیچ محدودیتی ادامه یابند، زیرا ظرفیت خودپالایی محیط زیست پایین است. این محدودیت‌ها موجب می‌شوند تا استفاده از سازوکارهای اقتصادی و تشویقی مورد توجه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد. به همین دلیل امروزه بر استفاده مؤثر از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بازار و سایر محرک‌های تشویقی برای دست یافتن به توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست تاکید شده است. ابزارهای اقتصادی روشن می‌سازند که محیط زیست منبعی نامحدود نیست، حتی اگر برای آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد، به ویژه هنگامی که اجرای برخی طرح‌های تولیدی منجر به تخریب محیط زیست می‌شود. ارزیابی اقتصادی محیط زیست می‌تواند کمیایی نهادی به نام محیط زیست را نمایان سازد. به طور خلاصه از مهمترین دلایل و ضرورت‌های استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست می‌توان موارد زیر را برشمرد. 1. استفاده از ابزارهای اقتصادی موجب بهبود محیط زیست می‌شود، مثل کاهش انتشار CO2. 2. استفاده از این ابزارها سبب کاهش هزینه‌های کارگزاران اقتصادی، بنگاه‌ها، خانوارها و دولت می‌شود. 3. استفاده از آنها موجب اجتناب از پیامدهای منفی و ایجاد آثار مثبت در سایر بخش‌های جامعه می‌شود. به عنوان مثال اشتهار، توزیع درآمد و غیره. 4. این ابزارها انگیزه‌های مستمری را برای بهبود محصولات یا فرآیندهای تولیدی به وجود می‌آورند، به صورتی خسارات کمتری را بر محیط زیست وارد می‌کنند. معمولاً این پدیده را کارایی پویا می‌نامند. 5. ابزارهای اقتصادی از توانایی و سازگاری بیشتری با شرایط متغیر محیط اقتصادی برخوردارند. 6. برخلاف رویکردهای قانونی، این ابزارها به اطلاعات چندانی برای اجرا لازم نداشته و موجب نهادینه شدن حفاظت از محیط زیست در بنگاه‌های تولیدی می‌شود. 7. هنگامی که بهبود و اصلاح محیط زیست در دستور کار قرار داشته باشد، ابزارهای اقتصادی می توانند تعریف دقیق‌تر و شفافتری از منافع و هزینه‌های پروژه در اختیار مجریان قرار دهند. 8. هنگامی که ملاحظات محیط زیستی در فرآیندهای تصمیم‌گیری لحاظ شدند، استفاده از ابزار اقتصادی محیط زیست باعث می شود تا فرآیندهای تصمیم‌گیری از داوری‌های دلخواه دور شوند. 9. کاربرد ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست میتواند تصویر واقع‌بینانه تری از ارزش‌های اقتصادی پروژه ها و همچنین عملکرد مسئولان ارائه دهد. 10. استفاده از ابزارهای اقتصادی میتواند سیاستگزاران بخش دولتی را به استفاده بهتر از ابزارهای نظیر سیاست‌های پولی و مالی مانند مالیات برای پیشبرد سیاست‌های محیط زیستی و اطلاع محیط زیست یاری دهد. به این ترتیب هدف اصلی ارزش‌گذاری منابع و استفاده از ابزارهای اقتصادی، بالا بردن آگاهی‌های سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، خانوارها و بنگاه‌های تولیدی در سطح جهان است
تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی تری برای استفاده از کالاهای منابع پایه اتخاذ کنند و ملاحظات محیط زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی در برنامه ریزی های خرد و کلان ملی و بین المللی ادغام نمایند. ابزارهای اقتصادی می توانند عقلانیت اقتصاد را بر بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیستی حاکم کنند. وجود ابزارهای اقتصادی می توانند از طریق قیمت گذاری بر منابع اولیه و محیط زیستی مانع از مصرف بی‌رویه منابع شود و از شکست بازار جلوگیری کنند. از دیگر ابزارهای اقتصادی در محیط زیستی کاهش فاصله بین هزینه‌های بخش خصوصی و جامعه مثل تخلیه مواد زائد جامد و مصرف کننده است. این ابزارها برآورد هزینه کامل با قیمت گذاری هزینه کمبود ناشی از مصرف منابع و هزینه تخریب محیط زیست یعنی تخلیه آلاینده به محیط را بر عهده دارند. اثرات جانبی حاصل از مصرف بی‌رویه علاوه بر هزینه‌های اجتماعی ناشی از تولید کننده و مصرف کننده به دلیل کمبود منابع اولیه هزینه‌های هنگفتی را برای بازار به همراه خواهد داشت. این بحث دو پیامد را در بر دارد، یکی قیمت‌گذاری تخریب محیط زیست و دیگری هدر رفتن منابع و مشکلات اقتصادی ناشی از کالاهای آلوده. از دیگر ابزارها در این زمینه می توان حقوق محدود مالکیت، مالیات آلودگی، مجوز انتشارات ذرات و مالیات مصرف کننده را نام برد. تحلیل اثر بخشی هزینه ها نیز به عنوان یک گزینه جایگزین در این نوع از ابزارها کاربرد دارد. ابزار اقتصادی می توانند نوعی هشدار جهت کمبود منابع و تخریب محیط زیست به شمار آیند که باعث افزایش منابع و کاهش زائدات جهت توسعه پایدار می شوند. دوستان ببخشید یه ذره متن سخنرانی من طولانی از امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه. در خصوص استفاده از ابزارهای اقتصادی جهت کنترل آلودگی می توان از نموداری که آقای پانایتون در کتاب خود آورده است استفاده کرد. برای دوستانی هم که مایل باشن من میتونم اسم این آقا رو بنویسم و به کتابش در واقع مراجعه بشه. انواع ابزارهای اقتصادی و سیاست گذاری و حفاظت از محیط زیست. انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست گذاری مختلف برای حفاظت از محیط زیست یک وظیفه چالش برانگیز برای دولت هاست. این مسئله بسیار حائز اهمیت است، زیرا دولت ها دارای اهداف چندگانه و متعددند. اهداف را می توان به عنوان معیاری برای مقایسه ابزارهای سیاست گذاری با یکدیگر قلمداد کرد. ابزارهای سیاست گذاری مختلف روش‌های مختلفی را برای دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار می‌دهند. برای مثال استانداردهای محیط زیستی بر رعایت حد معینی از انتشار تاکید دارند، در حالی که ابزارهای مبتنی بر بازار بر سازوکارهای نظیر مالیات و تاکید میکنند. هر ابزار سیاست گذاری آثار و پیامدهایی را بر سایر بخشهای جامعه بر جای میگذارد. شدت و گسترده این تأثیرات نه فقط بستگی به برنامه ریزی مؤسسات و نهادهای متوالی دارد، بلکه به چگونگی اجرای این سیاست ها نیز بستگی دارد. اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان نئوکلاسیک و یعنی نئولیبرال از ابزارهای مبتنی بر بازار حمایت می‌کنند که به معنای کنترل فعالان اقتصادی از طریق سازوکار قیمت است. این رویکرد به نسبت جدیدی از ابزارهای سیاست‌گذاری محیط زیستی قلمداد می‌شود که بر اساس آن فعالان اقتصادی و آلوده کنندگان ترغیب می‌شوند تا کل هزینه‌ها را برای دستیابی به اهداف محیط زیستی کاهش دهند یا به هزینه‌های مشخص به اهداف بیشتری دست پیدا کنند. پشتوانه منطقی این استدلال این است که برای آلوده کنندگان بسیار ساده است تا به گونه‌ای تشویق شوند که هزینه کاهش انتشار خودشان را به تناسب مقدار انتشار پرداخت کنند. برعکس محیط زیستگرایان بر استفاده از ابزارهای کنترل و فرمان تاکید دارند، زیرا به باور این گروه از این طریق اهداف بر حفاظت از محیط زیست تضمین می شود.
شایان ذکر است که هیچ ابزار سیاست‌گذاری منحصر به فردی وجود ندارد که برای کلیه شرایط‌ها بهترین قلم داشته باشد. و در اینجا هم منظور از ابزارهای کنترل و فرمان همان قانون و مقررات مستقیم نظیر استانداردهای محیط، استانداردهای انتشار با استانداردهای فناوری به موازات ضمانت اجرا می باشد. موضوع استفاده از سازوکارهای اقتصاد نظیر برقراری مالیات و عوارض زیست محیطی، ایجاد نهادهای مالی غیر دولتی در چند سال اخیر و به دنبال آن بروز مشکلات زیست محیطی و ناکارآمدی منابع مالی و تأکید صرف بر قوانین و مقررات برای حل معضلات زیست محیطی در کانون توجه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های محیط زیستی در جهان قرار گرفته است. زیرا این سازوکارها به عنوان مکمل و پشتیبان قوانین و مقررات محیط زیست و تأمین اعتبار برای منابع دولتی عمل می‌کنند. ایجاد نهادهای مالی مبارزه با آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست یکی از این سازوکارهاست. بخش اعظم منابع مالی این نهادها علاوه بر از محل عوارض کمک‌های دولتی از مالیات‌های زیست محیطی تأمین می‌شود. در حقیقت این سازوکار از این منطق پیروی می‌کنند که آلوده کننده باید هزینه‌های آلودگی را پرداخت کند. بنابراین امروزه در کنار ابزارهای اقتصادی بر حفاظت از محیط زیست، نهادهای مالی نیز برای حفاظت از محیط زیست ایجاد شده‌اند. قبل از پرداختن به ابزارهای اقتصادی، مختصری در خصوص ادبیات ایجاد نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست و انواع آن خواهیم پرداخت. نهادهای مالی مبارزه با آلودگی و تخریب محیط زیست برای حل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و در شرایطی که بخش خصوصی تمایل چندانی برای تأمین منابع مالی این گونه پروژه‌ها و طرح‌ها را ندارد، سه نوع صندوق محیط زیست که به جهانی از یکدیگر متمایز هستند به وجود آورده است. صندوق یک، صندوق‌های تخصیص مالیات. این صندوق‌ها توسط دولت تأسیس و منابع آن از طریق مالیات‌ها و جرایم زیست محیطی و هزینه‌های عوارض بر محصولات تأمین می‌شود. این صندوق‌ها تأمین و منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های زیست محیطی، تخصیص آن به صورت وام‌های کم بهره و کمک‌های بلاعوض برای مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی را بر عهده دارد. صندوق دو، صندوق‌های سبز. صندوق‌های سبز به طور معمول با ابتکار سازمان‌های غیر دولتی و افراد حامی محیط زیست از طریق کمک‌های غیر دولتی و مردم تأمین مالی می‌شود. ماهیت مالی این صندوق‌ها به گونه‌ای است که به طور عمده برای مقاصد حفاظت از پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. سه، صندوق‌های اعتباری اداره شده. این صندوق‌ها با هدف واسطه‌گری مالی به وسیله سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی یا توسط حکومت‌های محلی تأسیس می‌شوند. صندوق‌های یاد شده به منظور تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به شهرداری‌ها و بنگاه‌های تجاری کوچک ایجاد می‌شوند و از تأمین مالی مستقیم طرح‌ها پرهیز می‌کنند. بانک جهانی در چندین کشور از جمله چین و روسیه در صندوق‌های اعتباری اداره شده مبادرت به سرمایه‌گذاری کرده است. از مهم‌ترین دلایل و ضرورت ایجاد نهادهای مالی برای حفاظت از محیط زیست میتوان به موارد زیر اشاره کرد. در زمانهایی که منابع مالی دولت محدود باشد، این نهادها میتوانند نقش مکمل را برای اجرای فعالیت‌های زیست محیطی ایفا کنند. چنین نهادهایی میتوانند برای تعامل بیشتر با سازمانهای بین‌المللی محیط زیست نقش محوری ایفا کنند. در مواقعی ایجاد چنین نهادهایی میتواند باعث تسریع و تخصیص بهتر منابع مالی برای حفاظت از محیط زیست شود. ایجاد چنین نهادهایی تجمیع منابع مالیاتی و عوارض زیست محیطی را ممکن می‌سازد و امکان تخصیص منابع اعتباری را به شکل منسجم و نظاممند میسر می‌کند. در خلال سال‌های گذشته کشورهای متعددی در سطح جهان، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مبادرت به ایجاد نهادهای مالی حامی محیط زیست کردند. در کشور چین دولت برای تأمین منابع مالی برنامه‌ها و اجرای سیاست‌های زیست محیطی از منابع حاصل از مالیات‌های آلودگی بهره برداری می‌کند. درآمدهای حاصل از مالیات‌ها بر اساس مصوبه‌های دولت
حدود 80% از درآمدهای حاصل از مالیات‌های گوناگون آلودگی به صندوق محیط زیست واریز می‌شود و صندوق محیط زیست نیز 70% از منابع یاد شده را برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات کنترل آلودگی‌ها به بنگاه‌های آلوده اختصاص می‌دهد. علاوه بر این دولت از سایر منابع نظیر سود حاصل از فعالیت‌های دولت، منابع بودجه مشخص، منابع سیستم بانکی و منابع بین‌المللی برای تجهیز مالی صندوق و طرح‌های محیط زیست استفاده می‌کند. در کشور کره خدمات زیست محیطی از طریق مؤسسه محیط زیست ارائه می‌شود. بودجه مؤسسه یاد شده تنها از طریق بخش دولتی تأمین نمی‌شود، بلکه اداره‌های محلی و مرکزی نیز در تأمین منابع مالی خدمات زیست محیطی نقش دارند و منابع مالی دولتی به منظور ارائه خدمات مذکور از طریق وضع مالیات‌هایی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر محصول و غیره تأمین می‌شود. در کشور لهستان منابع مالی و خدمات زیست محیطی از طریق صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و مدیریت آب تأمین می‌شود. این صندوق بر مبنای این است که آلوده کننده باید هزینه آلودگی را بپردازد، تأمین منابع می شود. در ایران نیز ایجاد نهاد مالی برای حفاظت از محیط زیست از ابتدای تدوین برنامه چهارم توسعه در قالب صندوق ملی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیت‌های کاهش تخریب و آلودگی‌های زیست محیطی از طریق کمک‌های بخش غیر دولتی داخلی و خارجی تأمین می‌شود. در ماده 2 نیز صندوق مؤسسه اعتباری وابسته به سازمان محیط زیست معرفی شده است که سرمایه اولیه آن 10 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به کارخانه‌ها و منابع آلاینده و حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه‌های زیست محیطی و اعطای تسهیلات مالی به پژوهشگران محیط زیست از جمله وظایف صندوق به شمار می‌رود. ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست به طور کلی ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری حفظ محیط زیست را می‌توان در 3 گروه عمده به شرع زیر طبقه بندی کرد. 1. ابزارهای غیر متمرکز نظیر قانون عرفی و چو زمانهای عملکرد محیط زیستی، مشوق‌های اخلاقی، حقوق مالکیت، قانون مسئولیت. 2. ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر عوارض انتشار، عوارض محصول، مالیات‌های تفاضلی، یارانه‌ها، سیستم ودیعه، بازپرداخت، مجوزهای قابل مبادله. 3. کنترل و فرمان قانون و مقررات مستقیم نظیر استانداردهای محیط، استانداردهای انتشار و استانداردهای فناوری به موازات ضمانت اجرا. پیش از بحث در مورد نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارهای اقتصادی لازم است 2 مفهوم هزینه‌های خارجی هزینه‌های اجتماعی تعیین شود. هزینه‌های اجتماعی شامل هزینه‌های خصوصی و هزینه‌های خارجی است. هزینه‌های خصوصی در برگیرنده هزینه‌های بنگاه شامل هزینه ثابت، هزینه‌های جاری، نیروی کار، انرژی، مواد خام، تصفیه فاضلاب و هزینه‌های خارجی نیز هزینه‌هایی است که در نتیجه فعالیت بنگاه‌ها بر سایر بنگاه‌ها به شهروندان تأمین می‌شود. به این ترتیب از مجموع هزینه‌های خارجی و هزینه‌های خصوصی هزینه اجتماعی به دست می‌آید. محاسبه هزینه‌های خارجی و ادغام آن در هزینه‌های تولید بنگاه، هزینه‌های نهایی درونی شده و منطق اقتصادی بر فرآیندهای تولید بنگاه‌ها حاکم می‌شود. هزینه‌های اجتماعی، هزینه‌های خصوصی و هزینه‌های خارجی. چنانچه هزینه‌های جانبی وجود نداشته باشد، هزینه‌های خصوصی با هزینه‌های اجتماعی برابر می‌شود. البته هزینه‌های جانبی همیشه وجود دارد و اصولاً فلسفه وجود اقتصاد محیط زیست محاسبه هزینه‌های جانبی است که توسط دولت صورت می‌گیرد. 2 مفهوم هزینه نهایی کاهش آلودگی و هزینه نهایی خسارت محیط زیست نیست که در مباحث اقتصادی محیط زیست و استفاده از ابزارهای اقتصادی استفاده می شود و بر اساس آنها
آلودگی ها قیمت گذاری شده و نرخ مالیات تعیین می شود. بسیار حائز اهمیت هستند. هزینه نهایی کاهش آلودگی شامل مقدار هزینه ای است که بنگاه‌های آلوده کننده برای کاهش هر واحد آلودگی پرداخت می کند و هزینه نهایی خسارت محیط زیست نیست، شامل هزینه های هر واحد تخریب محیط زیست است. چنانچه بنگاه‌های آلوده کننده محیط زیست مجبور به پرداخت هزینه آلوده سازی محیط زیست شوند، در این صورت تلاش می کنند تا میزان آلودگی را در سطح بهینه اجتماعی تحلیل دهند. این نقطه به نقطه بهینه اجتماعی مرسوم است. ابزار غیر متمرکز در رویکردهای عرفی، عذر میخوام آقای حیات، میشه خواهش کنم که میگه که فرمانیتون رو جمع بندی کنیم به خاطر اینکه وقت به اندازه کافی واقعا نداریم؟ بله بله، مشکلی نیست. خیلی ممنونم از این بفرمایید. یک دقیقه ببخشید. کلامتون رو قطع کردم. فکر میکنم که نه مشکل نیست. فقط میام به جایی که بالاخره جنبندی، بخش جنبندی رو. جنبندی و نتیجه گیری. در این مقاله، در این متن سخنرانی، ابتدا تاریخچه اقتصاد محیط زیست و سپس اهمیت استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست بررسی شد. این تحلیل‌ها و مقایسه‌ها نشان می‌دهد ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست که در سیاست‌گذاری‌های حفاظت از محیط زیست مورد استفاده می‌شوند، نقش تعیین کننده و مهم بهره‌برداری پایدار از منابع محیط زیستی را دارا بوده و سازوکارهای لازم را برای ادغام ملاحظات محیط زیستی در سیاست‌های کلان اقتصادی فراهم می‌کند. به همین دلیل به سرعت به عنوان ابزارهای کارآمد اقتصادی در سطح جهان مطرح شدند. هدف اصلی نهادینه کردن این ابزارها در برنامه‌های توسعه‌ای بالا بردن آگاهی تصمیم‌گیران اقتصادی در سطح کشور هاست تا بتوانند ملاحظات محیط زیستی را با استفاده از بازارهای مناسب اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و بین‌المللی ادغام نمایند. بررسی‌ها نشان از آن دارند که تا چندی پیش تمرکز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط زیست بیشتر مشتمل بر اعمال سیاست‌های قانونی و بازدارنده بوده و کمتر از رویکردهای اقتصادی که در چارچوب ابزارهای اقتصادی بیان می‌شوند سود برده می‌شود، در حالی که استفاده از ابزار اقتصادی در کنار قانون و مقررات می‌تواند نقش اساسی و تعیین کننده‌ای برای حفاظت از محیط زیست ایفا کند. و این مهمترین نتیجه‌ای است که در این متن سخنرانی می‌توان گرفت. رویکردها و ابزارهای اقتصادی سازوکارهای سازوکارهای مناسبی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط زیستی محسوب می‌شوند. ما نقش تعیین کننده در دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارند. اما اینکه یک ابزار وجود داشته باشد که بهترین باشد، این چنین نیست. استفاده از هر کدام از آنها بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی و محیط زیستی کشورها دارد. استفاده مجموعی از این ابزارها بهترین گزینه است. یک دقیقه باشید. و اما ارتباط و تأثیرگذاری اقتصاد، محیط زیست و توسعه پایدار در ایران. اول از همه این که در مقوله اقتصاد محیط زیستی به جز موارد فوق مورد دیگری وجود ندارد و موارد ذکر شده نیست که توی ایران در واقع بنیان اون اقتصاد محیط زیستی است. به نظر میرسه که هیچ کدامش ارزش اجرایی پیدا نکرد. الگوی توسعه در ایران، الگوی توسعه نامتوازن و مبتنی بر توسعه به هر قیمتی و با استفاده از متدها و تکنولوژی‌های از رد خارج قرن بیستمی و ارتقا نیافته به منظور تخصیص اعتبارات بودجه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصولتی و ارگان‌های نظامی کشور به ویژه نهادی مثل سپاه پاسداران است که وضع موجود زمینه رانت‌های کلان و فساد گسترده چه در بخش‌های تخصیص بودجه به منظور توسعه و چه در اجرای آن را به وجود آورده است. ساختار حاکمیت حال حاضر کشور، چندین نهاد و دستگاه بوروکراتیک در ظاهر برای حفاظت از محیط زیست را داراست که از آنها می‌توان به سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. برای مثال سازمان حفاظت محیط زیست که به طور کلی اهداف آن شامل تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از محیط زیست است،
و همسون با توسعه پایدار، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی کشور است. وسعت بخشیدن به منابع طبیعی است. در حوزه خرد وظیفه و عملکرد این سازمان مانند هر سازمان حفاظت از محیط زیست دیگری به دستگیری شکارچیان بومی و یا عدم جلوگیری از دخل و تصرف منابع ملی توسط افراد عادی و ارائه گزارش و تحت پیگیری قرار دادن آلاینده‌های صنعتی از طریق ارائه گزارش به دستگاه قضایی و غیره می باشد. اما در حوزه کلان متاسفانه عملکرد این سازمان فقط به دادن هشدارهای مکرر در مورد آلاینده‌های بزرگ صنعتی محیط زیستی و طرح‌های توسعه غیر اصولی و نامتوازن، شناسایی عوامل مخرب و گاهن سعی و تلاش در جلوگیری از توسعه غیر پایدار در طرح‌های کلان کشوری است که مجریان آنها خودی‌های حاکمیت و یا ارگان‌های تحت نظارت سپاه پاسداران از جمله سازمان شبه دولتی خاتم الانبیا هستند محدود می‌شود، که بیشتر تلاش‌ها برای بازدارندگی این نهادها با شکست مواجه می‌شود، چرا که نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌های قدرتمندی وجود دارند که بر اساس منفعت افراد و گروه‌های ذی‌نفع در این شبکه‌ها قدرت پاک کردن هر صورت مسئله‌ای را دارند و این می‌توانند سازوکار ارائه شده قانونی را خنسا کنند و حوزه عمل خود را از اختیارات قانونی بالاتر برده و فراقانونی عمل کنند. ببخشید دوستان، متن سخنرانی من ذره طولانی بود، طولانی تر هم میتونست بشه. به هر حال عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از وقتی که دادید. آقای حیات، ما شما سپاسگزاریم، خیلی جامع و کامل بود، استفاده کردیم از صحبتاتون. دوستان اگر که سوال یا صحبتی دارن ما میشنویم صحبتشون. سوالی نداره؟ خب رسیم به بخش آخر این جلسه همون که بحث آزاد هستش، که در مورد طالاب ها هستش، در واقع حق طبیعت و طالاب ها هستش. یه ویدیوی آماده کردن دوستانمون که این ویدیو رو خود کانون درستش کرده که به مناسبت گرامی داشت روز طالاب ها، یعنی 2 فوریه، این ویدیو رو ساختن. از خانم آقا بیگی خواهش میکنم که اگر که ممکنه این ویدیو رو با سمون پخش کنن که به همراه دوستان بتونیم ببینیم، و بعد از پخش ویدیو در پایان ویدیو میتونیم دوباره با هم دیگه بحث و گفتگو داشته باشیم. خیلی ممنونم. بفرمایید خانم آقا بیگی. ممنونم. صرفا خانم آقا بگید، کلیپ صدا نداره. طالب‌های با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می نماید و بر حفاظت و بهره برداری معقول از طالب‌ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تاکید دارد. متداول ترین تعریف از طالب تعریفی است که کنوانسیون جهانی حفاظت از طالب‌ها عنوان نموده است. مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجنزار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، اهم از دائمی یا موقت، که در آن آبهای شور یا شیرین به صورت راکت یا جاری یاب می شود. طالاب ها از جمله مولدترین محیط های جهان هستند. این اکوسیستم ها گهواره های تنوع زیستی دنیا هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه، نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می کنند. برای مثال، برنج یکی از محصولات رایج طالابی غذای نیمی از جمعیت جهان را تامین می کند و از بین 20,000 گونه مختلف ماهی در سطح جهان، بیش از 40% آنها در آبهای شیرین زندگی می کنند. از فواید دیگر طالاب‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ذخیره سازی آب، حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخریب سد، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش خاک، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول و حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری. مهمترین طالاب‌های جهان عبارتند از مرداب پانتانال، ساندرا بانز، دلتای اوکاوانگو،
زمین های باتلاقی ایورگلدز، مرداب های کرالا، پارک ملی کاکادو، دلتای مکونگ، پارک تالاب اسیمانگالیسو، پارک ملی واسور، کامارگو. از 42 نوع تالاب مشخص شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح جهان 41 نوع در کشور ایران یافت می شود و این موضوع به تنوع زیستی تالاب ها در ایران دلالت دارد. وسعت تالاب های ایران بین کمتر از چند هکتار تا بیش از 500 هزار هکتار در نوسان است. در این میان بیش از 84 تالاب با اهمیت بین‌المللی شناسایی شده است که از بین آنها تا کنون 33 تالاب در قالب 25 عنوان با مساحت کل 1,488,624 هکتار به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون گردیدند. ایران با دارا بودن 3% از تالاب‌های جهان در مجموع 2800 تالاب در کل جای داده که از این تعداد 94 عدد از آن شناخته شده و 25 تالاب از آن به عنوان تالاب بین‌المللی به ثبت رسیده است. تعدادی از تالاب‌های مهم ایران عبارتند از تالاب‌های آلاگل، آلماگل، آجیگل، تالاب امیرطلایه، مجموعه تالاب انزلی، آب‌بندهای فریدون کنار، ازباران و سرخرود، تالاب گاوخونی، هامون صابری و هامون هیرمند، دریاچه ارومیه، تالاب شادگان، خورالامیه و خور موسا. مشکلات تالاب‌ها متأسفانه مانند سایر مشکلات محیط زیستی، تالاب‌ها نیز از بحران در امان نماندند و تالاب‌های جهان دچار بحران تشنگی 3% می باشند. اما در ایران علاوه بر آن، نبود مدیریت جامع و صحیح مهمترین عامل بروز مشکل برای تالاب‌ها است. 70% تالاب‌های کشور ایران با خطر جدی خشکسالی مواجه هستند که عمده این تالاب‌ها در استان فارس قرار دارند. به گونه‌ای که از 14 تالاب استان فارس 12 عدد آن خشک شده و نابودی آنها علاوه بر تهدید زندگی جانوران مرتبط با آنها، سهم بسزایی در افزایش ریزگردها نیز داشته است. و خشک شدن تالاب‌های گاوخونی، دریاچه ارومیه و بختگان، هامون جازموریان، تالاب شادگان و بسیاری از تالاب‌های دیگر از این دست می‌باشند. مشکلات اشاره شده بخش کوچکی از بحران را نمایان می‌کند و در واقع جنبه های بروز یافته از یک سری از موانع ریشه‌ای مدیریت خردمندانه تالاب ها در کشور می باشند و از جمله مثال های بارز پروژه های غیر کارشناسی شده در خصوص عدم مدیریت صحیح تالاب ها می توان به گسترش کشاورزی در حاشیه تالاب انزلی، مزارع پرورش ماهی در داخل پارک ملی و رامسر، سایت بوجاق کیاشهر، توسعه بندر نفتی امیرآباد در جوار تالاب میانکاله و لخوز آبمرز، عبور جاده میانگذر دریاچه ارومیه و کنارگذر انزلی، پروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان، پروژه استخراج نفت دشت آزادگان که تالاب هورالعظیم را با چالش مواجه ساخته است، توسعه پارس جنوبی در کنار پارک ملی خلیج نایبند، انتقال آب در تالاب هشیلان کرمانشاه، توسعه کشت و صنعت‌های نیشکر در بالادست تالاب شادگان و انواع سدسازی‌ها و انتقال آب بین حوزه‌ای که به جرأت می‌توان گفت که بیشترین تأثیر را در تغییر وضعیت هیدرولوژیکی و اکولوژیکی تالاب‌های کشور داشتند اشاره نمود. من بچه بندر انزلی هستم. دوستان باورتون میشه قبلا اینجا تالاب بود؟ می‌بینیم به چی روزی افتاده؟ دوستان قبلا ما میمیدیم اینجا شنا میکردیم، ماهیگیری میکردیم، حتی بعضی وقتا تشنه منو شد باور کنید اصلا این آب میخوردیم. میبینیم به چی روزی افتاده تالاب بندر انزلی؟ تالاب انزلی 350 کیلومتر، اگه تا چند سال دیگه پیگیری نکنم باور کنید کل تالاب به این روز میفته. واقعا جای تاسف داره. مطابق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کنند، ممنوع است. و در هدف 15 از سند 23 یونسکو، تضمین، احیا و استفاده پایدار از تالاب‌ها تا سال 2030 و در راستای الزامات توافق‌های بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی با عدم امضای آن و همچنین عدم تعهد به اصل 50 قانون اساسی
کمر به نابودی تالاب‌ها بسته است. احیای تالاب‌ها تنها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیست. محیط زیست می‌تواند مطالبه‌گر احیای تالاب‌ها باشد، ولی می‌بایست وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سایر مصرف کنندگان آب رفتار خود در مدیریت منابع آب را اصلاح کند تا تالاب‌ها دوباره احیا شوند. در غیر این صورت تالاب‌ها را از دست خواهیم داد و به طور قطع با مرگ تالاب‌ها تمامی حوزه‌ها و انسان‌ها، نباتات و حیات وحش نیز از بین خواهند رفت و این تهدیدی جدی برای کشور به شمار می‌رود. ایران با توجه به پیشینه بسیار غنی تاریخی خود در همزیستی با طبیعت و سازگاری با محدودیت‌های اقلیمی، اعتقادات دینی بسیار غنی همه ادیان موجود در کشور، در خصوص احترام به مظاهر خلقت، وجود منابع نفت و گاز فراوان که میتواند جایگزین مناسبی برای سوخت چوب باشد، وجود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متعدد در کشور که پشتوانه نرم‌افزاری لازم برای استقرار رویکردهای جدید و دانش‌محور را فراهم می‌کند، عضویت کشور در سازمان‌های تخصصی بین‌المللی مرتبط با تالاب، به ویژه کنوانسیون رامسر و وجود حساسیت زیاد نسبت به حفظ تالاب‌ها در بین مردم، به ویژه سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی و پیگیری جدی مسائل تالاب‌های کشور توسط اقشار مختلف مردم، می‌تواند تغییر روندهای منفی موجود در محیط‌های تالابی را کاهش و با اعمال رویکردهای خردمندانه و سازگار با محیط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی تالاب‌های کشور را از نابودی بیشتر محفوظ نگاه دارد. خیلی ممنونم خانم آقا بگی. سپاسگزاری میکنیم از گروه صدا و تصویر کانون دفاع از حقوق بشر ایرانیان برای تهیه این ویدیو. بله، همونطوری که دیدیم تالاب‌ها نقش مهمی توی محیط زیست و بقای گونه جانوری و گیاهی کره زمین هستن. اون چیزی که من طبق چیزایی که مطالعه کردم تو این چند وقته این بود که یکی از اهمیت‌هایی که تالاب‌ها دارن میتونیم برای جلوگیری از پخش ریزگردها ذکر کنیم ازش، که از بین رفتن تالاب‌ها باعث پخش شدن ریزگردها و غبارها در سطح شهر میشه که باعث آلودگی هوا میشه، همونطوری که همون چیزی که توی اهواز داریم میبینیم هر سال یا جنوب کشور. یا اینکه یکی دیگه از فوایدش اینه که خب گونه های زیاد جانوری دارن الان توی تالاب ها زندگی میکنن، که خوراکشون حتی گونه های گیاهی هستش که توی همون تالاب ها دارن رشد میکنن، یا حشراتی هستش که در تالاب ها دارن رشد میکنن. و اینکه خب واضحه اگر که تالاب ها از بین برن و ما نتونیم از تالاب ها محافظت کنیم، خیلی از گونه های جانوریمون هم از بین میرن و انقراض پیدا میکنن. ما همونطوری که توی فیلم هم گفته شد و شنیدیم و دیدیم اینه که خب از 42 نوع تالابی که در دنیا وجود داره 41 نوعش در ایران پیدا شده و به ثبت رسیده. من دوستان صدای منو داریم؟ بله صداتون هست. الان صداتون قطع شد. آه من صدا رو دارم. ببخشید، خیلی اصلا مناسب نیست در واقع. و اینکه خب حالا اصلا ببینیم که اصلا تالاب چی هست. تالاب به محیطی گفته میشه که نه خشکیه نه میتونیم بگیم که دارای آبه. چرا؟ آب داره، ولی یه محیطی بین خشکی و آب که ممکنه که گاهی به حالت خشکی هم در بیاد، یعنی اینکه در واقع میتونیم بگیم شرایط آب و هوایی نقش مستقیمی روی تالاب‌ها داره.
و همونطور که میدونیم تالاب‌هایی که نزدیک دریاها هستن، میتونیم بگیم که جذر و مد آب دریاها روی تالاب‌ها تاثیرگذار هستش. تو این بخش اگر که کسی از دوستان چیزی گفته ای، متنی، سوالی، موضوعی در مورد تالاب‌ها داره میتونیم بشنویم. خانم جهانبین دستتون رو بالا کردین، ما در اختیارتون، میتونیم صحبت کنیم بفهمیم. خیلی ممنونم. در تکمیل صحبت‌های شما، خب از فواید تالاب‌ها میتونیم به ذخیره‌سازی آب اشاره کنیم، اینکه حتی در برابر طوفان میتونن در واقع اون محیط اطراف رو محافظت کنن و حتی زمانی که سیل اتفاق میفته اون تخریب و اون خرابی هایی که یک سیلاب میتونه به وجود بیاره میتونه اونا رو کنترل کنه. و آبهای زیرزمینی یکی از مسائلی هستش که خیلی الان توی دنیا اهمیت داره و متاسفانه ایران انقدر از آبهای روی زمین استفاده کرده که الان به استفاده از آبهای زیر زمین هم رسیده و تالاب یه منبعی هستش که میتونه این سطح آبهای زیرزمینی رو افزایش بده. منتها خب ما وضعیت خیلی خوبی از نظر تالاب نداریم، یعنی تالابای ما خشکن چه برسه به اینکه بخوان حالا آبهای زیرزمینی هم آبرسانی کنن. اما اگر که تالابای ما احیا بشن قطعا از نظر آب وضعیت ما خیلی مناسب تر میشه. و یه چیزی که دیگه خیلی مشخص هست بحث اون تعدیل آب و هوا هست و همونطور که خانم تنهایی هم اشاره کردن بحث این هستش که خب خیلی از شهرهای ما اگر درگیر پدیده ریزگردها و گرد و خاک شدن به خاطر همین خشکی تالاب ها هستش که معروف ترینش تالاب شادگان بود که همه دوستان در موردش اطلاع دارن و مطلع هستن. و یه مسئله ای که توی کشورهای پیشرفته تر داره استفاده میشه از تالاب ها بحث جنبه توریستی و تفریحی هستش که در واقع گردشگر جذب میشه و از اون تالاب طبیعی دیدن میکنه، که متاسفانه میگم ما توی ایران از این امکانات برخوردار نیستیم به خاطر اینکه حقابه تالاب‌های ما پرداخته نشده و وضعیت مناسبی نداره. مرسی، مایک در اختیارتون خانم تنهایی. خیلی ممنونم خانم جهانبین. خانم آقا بیگی اگه صحبتی داری ما دفتیارتون بفهم. با سلام و درود، خیلی ممنون خانم جهانبین، همه چیز رو گفتم. یه چند تا نکته من خواستم بگم. در واقع تخریب تالاب ها سه برابر جنگل ها هستش، ولی متاسفانه در افکار عمومی تالاب ها هیچ تعریف علمی نداره. در واقع یه منطقه ایه که رشد حشرات توش هست و ناقل بیماری. و در مورد اینکه تالاب‌ها فوایدشون چیه، یکی اینکه در کل یک فیلتر برای آلودگی‌های طبیعی به کار میره و یکی دیگه از فوایدش که خیلی خیلی مهمه به خاطر مخازن آبی که دارن، در واقع از سیلاب‌ها جلوگیری می‌کنن. و یکی دیگه از چیزهای خیلی مهمش جذب دیوکسید کربن هستش، در واقع اون گازهایی که گلخونه‌ای هستش و باعث گرم شدن زمین میشه رو اونا تأثیر میذاره و این خودش خیلی مهمه. البته فواید دیگه هم داره، حالا اگر که دوستان باز میتونن مشارکت کنن نظرات خودشون رو بگن ما هم استفاده میکنیم. ممنون که مایکو در اختیارم گذاشتی، تشکر. خیلی ممنون از شما، استفاده کردیم از صحبتتون. خانم جهانبین بفرمایید، ما در اختیارتون. خیلی ممنونم. من الان دیدم که آقای حیاک یه سوالی رو توی صفحه چت نوشتن که عمق تالاب معمولاً چقدر هستش. میخواستم پاسخشون رو بدم که معمولاً متفاوت هست، حالا بسته به شرایط و اون آیتم های مختلف عمقش هم متفاوت میتونه باشه. اما یه چیزی که میخواستم صحبت کنم در موردش، در مورد نقش مردم میخواستم صحبت کنم. آقای جعفری دستشون رو بلند کردن، اگر که آقای جعفری شما صحبت کنید بعد من صحبت میکنم. بفرمایید. بفرمایید آقای جعفری.
با سلام مجدد خدمت همه عزیزان. ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. به نظر من تالاب یه حوزه آبگیری هست که معمولا سطحش نسبت به دور اطراف خودش پایین تر هست و یک یا چند تا رودخونه اینا معمولا آبشون تو اون حوزه جمع‌آوری میشن و این استفاده های زیادی داره. یکی این که همونجوری که عزیزان فرمودن جلوگیری میکنه از سیلاب‌ها و آبهایی به اصطلاح که معمولاً خیلی ازش استفاده ای برده نمیشه جمع میشن تو به اصطلاح حوزه آبریز تالا. مرطوب کردن هوای به اصطلاح دور اطراف میشه، باعث ذخیره سازی و به حساب پشتیبانی از آبهای زیرزمینی میشه. محل به اصطلاح پرندگان مهاجر هست، محل زندگی پرندگان مهاجر هست که خیلی به اصطلاح ارزشمنده. من شما که عرض کنم به حالا همون استفاده های گردشگری و اینا هم میشه ازش انجام استفاده کرد که متاسفانه تو کشور ما خب این قضیه هم مثل خیلی از به اصطلاح قضایای دیگه خیلی اهمیت داده نمیشه. ممنونم از این که ما که در اختیار من قرار دادیم. مرسی آقای جعفری. آقای محمدی بفرمایید، ما در اختیار شماست. درود خدمت همه دوستان. من میخواستم در مورد تالاب ها در مورد وجه دیگه صحبت کنم. اینکه در ایران ما علاوه بر مردم که آگاهی کمی دارن، مسئولینمون هم در این مورد اهمیت تالاب ها و این اکوسیستم مهم خیلی اطلاعات کمی دارن و اکثرا این تالاب ها قربانی سیاست های غلط جمهوری اسلامی شده. شما میبینید تالاب هامون به خاطر منافع سیاسی ایران و افغانستان از بین رفته، تالاب هورالعظیم به خاطر منافع ایران و عراق سیاسی بین ایران و عراق از بین رفته، تالاب گاوخونی به خاطر منافع استانی که آب زاینده‌رود رو تقسیم کردن بین استانهای دیگه از بین رفته و در واقع این انقدر از این نظر در جهل و نادانی به سر میبرن که اهمیت این تالاب و اکوسیستم ها رو نمیدونن و به خاطر منافع سیاسیشون دارن طبیعت ایران رو از بین میبرن. بله خیلی ممنون. من بابت سوالی که آقای حیا کردن، من یه جایی مطالعه کرده بودم که عمق تالاب ها باید کمتر از 8 متر باشه، ولی جای دیگه هم باز مطالعه کردم که عمق تالاب ها حد اکثر به 6 متر میرسه. حالا نمیدونم که چقدر موثقه، ولی خب من تو سایت خبری که خوندم گفتم اینو بهتون بگم که شاید بتونین استفاده کنید. خانم جهانبین اگر که میخواین صحبتتون رو ادامه بدین بفرمایید. بله من میخواستم حالا پیرو صحبت های آقای محمدی، خب ما میدونیم 3 تا کشور هستن که عمل کرده غیر قابل قبولی در خصوص تالاب ها داشتن، یونان، جمهوری چک و متاسفانه کشور ما. یعنی اینکه خیلی غنی هستیم از بابت تالاب، اما خب در مدیریت اون ضعیف. این در تکمیل صحبت‌های آقای محمدی. اما من میخوام در مورد نقش مردم صحبت کنم، نقش خودمون در قبال تالاب ها صحبت کنم. اینکه خب ما خودمون به عنوان یک شهروند خیلی اطلاعات کاملی نداریم، خیلی اصلا کلن ناآگاه، خیلی همون ناآگاه هستیم در مورد این مسئله و خب قطعا بی تفاوت شاید میگذاریم در برابر اینکه تالابی خشک میشه یا یه سری اتفاقا میفته، مثل اتفاقی که برای تالاب میانکاله افتاد و حیوانات و جانورانی که جون خودشون رو از دست دادن متاسفانه. پس خیلی مهمه که ما حتما آگاه بشیم، اطلاعات کسب کنیم، دنبال این بریم که در مورد اهمیت تالاب ها مطالعه کنیم و حتی آموزش بدیم به اطرافیان خودمون. یه مسئله دیگه همین بحث تلاش برای احقاق حقابه تالاب هاست. اینکه
وقتی که ما میبینیم تعدادی از افراد حالا توی شبکه‌های مجازی یا توی اعتراضاتی که به صورت حضوری انجام میدن در این خصوص صحبت میکنن، به هر حال بی تفاوت نباشیم. اگر پوستری هستش، اگر چیزی طراحی شده توی شبکه‌های مجازی، این رو ما هم دست به دست بدیم و این رو منتشر کنیم که به هر حال بی تأثیر نیست. ما نباید قدرت به خصوص شبکه‌های مجازی رو دست کم بگیریم. یه مسئله دیگه این هستش که خب یه مشکلی که هست اینه که خب این جنگل‌ها و این درخت‌های اطراف تالاب ها وقتی قطع بشه، قطعاً حیات اون تالاب و اون اکوسیستم تالاب به هم می‌ریزه. پس وقتی که ما می‌بینیم که داره یه ساختمان سازی غیر مجازی اطراف تالاب اتفاق میفته یا جنگل‌ها قطع میشن، درخت‌ها قطع میشن، بی تفاوت نباشیم، اعتراض بکنیم، گزارش بدیم. به هر حال این گزارش دادن‌ها، این بی تفاوت نبودن‌ها اثر مثبت داره. و حتی متاسفانه خیلی از ماها به خاطر اینکه اهمیت تالاب‌ها رو نمی‌دونیم، اهمیت اون گونه‌هایی که توی اون تالاب‌ها دارن زندگی می‌کنن، اطلاعاتی از بابتشون نداریم، در نتیجه آشغال می‌ریزیم یا حتی اگر آشغالی می‌بینیم تمیز نمی‌کنیم یا حتی تماسی نمی‌گیریم که کسی از مسئولین پیگیر این تمیزی تالاب‌ها باشه. من توی چند سال اخیر خیلی کم دیدم که مردم خودشون به صورت خودجوش بخوان تمیز بکنن یا فرض کنید که پیگیر این باشن که کارخونه‌ای زباله‌های صنعتی خودش رو داره توی رودخونه و تالاب می‌ریزه و تماسی بگیرن و گزارشی بدن. اینا همه وظایف ما هستش که باید پیگیری کنیم. و مسئله آخر که فکر می‌کنم باز هم وظیفه ما هست به عنوان شهروند این هستش که صید و شکار نکنیم، به خصوص در زمانی که زمان تخم‌ریزی این آبزیان هستش، چون واقعا حیات رو به هم می‌ریزه، اکوسیستم رو به هم می‌ریزه. و یه مسئله ای که الان ایران خیلی درگیرشه همین مسئله صید و شکار هستش، حالا چه به صورت قانونی چه به صورت غیر قانونی، هر کدومش اون اثرات منفی خودش رو داره. من فقط میخواستم این چند مورد رو بگم. حالا همیشه که به هر حال مسئولین ما موظفن این کارا رو انجام بدن، اما خب همیشه هم اینجوری نباید باشه که ما بار مسئولیت خودمون رو گردن دیگران بندازیم. ما هم به عنوان شهروند یه سری کارا میتونیم انجام بدیم که اوضاع محیط زیست ما بهتر باشه. ممنونم از زمانی که در اختیار من قرار دادید. مایک در اختیارت. مرسی، ممنون خانم جهانی، استفاده کردیم. مثل همیشه مطالب مهم و پررنگ بود، به گوشمون رسونید. آقای جهانی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود بر همه دوستان و سپاس از شما. بحث تالاب ها دوستان اکثرا در اون موارد گفتن، ولی یکی از اون مباحثی هستش که دولت هم به نوعی خودش میدونه که تالاب ها میتونه نقش خیلی مهمی توی محیط زیست کشور داشته باشه. برای همین ما اصلا یک قانون داریم به اسم قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب ها که بر اساس اون و یه تبصره‌ای که داره اومدن آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها رو گذاشتن که 6 ماده هستش و حالا علاوه بر سند 15/2003 یونسکو و حالا بودجه هایی که در اختیار برای احیای تالاب‌ها در نظر گرفته میشه و کمک هایی که از کشورهای دیگه، مثلا تالاب دریاچه ارومیه نزدیک 5 بار کمک مالی از دولت ژاپن گرفته شده ازش، ولی خب رسما و به صورت این چیزی که ما میبینیم هیچ کدومش اجرا نشده و میشه گفت خرج این تالاب ها نشده، در حالی که یکی از مهمترین اکوسیستم هایی هستش که داخل ایران الان وجود داره. من برای بخوام یه مثالش رو بزنم از عدم اجرا، عدم نظارت، ما میتونیم همین تالاب میانکاله رو اسم ببریم. تالاب پارسال اون همه پرنده داخلش مردن، یکی گفت اتوبیس، یکی گفت کار خود شکافی ها، یکی گفت سم ریختن مال شکاره، یکیش این هستش. و حالا جدیدن هم که دیروز بود دیگه، ما حالا یه محیطان مثل برومند نجفی میاد از محیط زیست دفاع کنه، به اعدام محکوم میشه و وقتی که خلافکارها و شکارچی های موضوع رو میبینن، مثل دیروز پری روز نزدیک 20 نفر داخل تالاب میانکاله افتادن دنبال محیط بانا و اونا رو مورد ضرب و شتم
پس یکی از مشکلاتی که داخل مدیریت تالاب‌ها داخل ایران هستش عدم نظارت خود دولت هست. ما اصلا 3-4 سال پدیده تالاب‌خواری رو به شدت داشتیم و الان تازه دارن یواش یواش کم کم مثلا رفع تصرف میکنن و داخل بوهوکرنا و داخل جرایت و رسانه میکنن که ما الان داریم مبارزه میکنیم با پدیده تالاب‌خواری. پس میشه گفت برای احیای تالاب‌ها نظارت کافی و نظارتی که دقیق باشه، قدرت اجرایی داشته باشه، میتونه بهترین احیای تالاب‌ها. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون آقای جهانبین. خانم آقابیگی بفهمید، ما در اختیار شماست. ممنونم. من خواستم در ادامه صحبت دوستان عرض کنم که همون مدیریت غلط که خیلی تاثیرگذاره و از همه بدتر به نظر من شناخت و آگاهی مردمه. یعنی واقعا مردم ما اگر که برید ازشون سوال کنید اصلا نمیدونن که این تالاب چی هستش. یعنی در واقع تالابی خدمات اکوسیستمی داره، یعنی انقدر مهم هستش که در واقع خطر نابودی تالاب مثل در واقع بحران تخریب لایه اوزونه، یعنی یه بحران زیست محیطیه تو جهان. ولی متاسفانه مردم کشور ما از تالاب یه چیزی به عنوان، یعنی یک نمیدونم، شاید یک منطقه‌ای که مثلا همون ناقل بیماری ها باشه و حشرات باشه. و این خیلی مهمه که مردم سطح آگاهیشون بره بالا و بشناسن و حفاظت کنن و حمایت کنن. خیلی ممنون که ما رو در اختیارم گذاشتی. سپاس از همه. خیلی ممنون از شما. من هفته گذشته یک گزارشی رو دیدم که اهالی اون منطقه داشتن میگفتن که تالابی که تالاب داشت خشک میشد و در مورد تالاب هورعظیم داشت صحبت میکرد. میگفتن که دولت یا حالا خود کسایی که توی ایران دستشون تو کاره یا اینکه حالا برای محیط زیست هستن، یه بخشی از این تالاب رو دارن خشک میکنن که بتونن ازش برای فعالیت‌های نفتی استفاده بکنن. خب این یه فاجعه است واقعا که ما همه چی رو داریم قربانی الان میکنیم و اصلا به آینده و به نسل‌های بعدی نگاه نمیکنیم و هیچ چیزی واسه بعد قرار نیست که بذاریم. حالا یه بخشیش اون بخش انسانیشه و بخش دیگه همونطوری که خانم آقابگی شما فرمودین، تهدید شدن واقعا تمام جانورهای روی زمینه. یعنی هیچ فرقی با لایه اوزون نمی‌کنه. ما خیلی از محیط زیست خیلی از موجوداتمون همونطور که قبلا گفتم در تالاب‌ها هستش، ولی خب متاسفانه به خاطر بی‌دقتی یا حالا بی‌مسئولیتی هم ما به عنوان شهروند هم مسئولینمون، تالاب ها داره از بین میره متاسفانه در ایران. دوستان اگر که کسی، بله آقای محمدی صدای شما رو میشنویم، ما در اختیار شماست. این عدم آگاهی مردم از آموزش غلطیه که از طرف مسئولین بهشون ارائه میشه دیگه. من در دبیرستان معلم زیست شناسی، من لیسانس ادبیات فارسی بود و اجازه داده بودم بیاد بهش 40 تا دانش آموز زیست شناسی درس بده. یعنی ما فقط کتاب رو روخونی میکردیم و میرفت. حالا اون معلم زیست شناسی هم که با لیسانس زیست میاد اگر علاقه من نباشه اونم همون روخونی رو میکنه. ولی این دیگه فاجعه است که شما یک معلم ادبیات رو بذارید در مورد محیط زیست بخواد آموزش بده به دانش آموز. در واقع هیچ چیزی به ما نمیگه، فقط ما رو کتاب روخونی میکردیم میرفتیم. دور و بر ما هم که تالاب نیست که به قول شما اطلاع داشته باشیم. پس این آموزش غلط، فوق العاده غلطی که از طرف جمهوری اسلامی داره ارائه میشه در مدارس ما. و وقتی نسل با آموزش غلط بار بیاد منفعت طلب میشه، اطلاعات نداره، آگاهی نداره، و وقتی آگاهی نداشته باشه نمیشه ازش توقعی هم داشت. چون انسان ناآگاه مسلما کارهای اون کسی با خود شما آشغال میریزه، حالا علاوه بر منفعت طلبیش ناآگاهیش هم هست، نمیدونه داره چه تخریبی به بار میاره. اگر آموزش درستی دوتا میدونستین چه فاجعه‌ای به بار میاره، این آشغال ریختنش فقط در کنار تالاب در کنار دریا، مسلما این کارو نمیکرد. ولی در وهله اول با آموزش غلط و در وهله دوم با منفعت طلب شدن مردم، این وضعیتی که الان محیط زیست ایران داره که واقعا رو به فاجعه است. دقیقا همینطوره. خب خیلی از آسیب‌های اجتماعی که تو ایران داریم میبینیم به خاطر بی‌آگاهی و آموزش ندیدن مردمه. یعنی تو آموزش نباشه
کسی چیزی یاد نمیگیره که بدونه اصلا ارزش این داستان چی هست، که متاسفانه محیط زیستم قربانی که از همین بی‌آگاهی ها و آموزش ندادن دولت جمهوری اسلامی. دوستان اگر که کسی صحبتی داره مایک رو میتونیم در اختیارشون بذاریم، اگر هم که نه بحث رو میتونیم تمومش کنیم. من خودم شخص صحبتی ندارم. اگر که موافق باشین اسمام جلسه رو اعلام بکنم و تشکر کنم از منشی جلسه. من امروز نمیدونم که چرا سیستمم اینقدر داره اذیتم میکنه. از منشی جلسه خانم از میخوام آقای یک لحظه ببخشید. ببخشید من سیستم هم هنگ کردش و اسامی دوستان رو اینجا داشتم. بسخواهی میکنم. تشکر میکنم از آقای علیرضا جهانبین منشی جلسه، آقایون علی برومند و علیرضا جهانبین بابت ضبط صدا و تدوین، و ادمین ها ایراندخت کیا، حمیدرضا امینی، علیرضا جهانبین. ختم جلسه را اعلام می کنم در ساعت 20:49 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. دوستان خسته نباشید.